بینندگان عزیز، باز سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 30 ماه مارس 2018 میلادی و برابر است با 10 فروردین 1397. هوا در واشنگتن بسیار زیباست و روزی بهاری داریم. حالا گفتن فردا سرد میشه، اب نداره. این سردی و گرمی ها مثل سردی و گرمی های زندگی، یک کمی آدم رو به فکر وامی داره که خیلی هم بی خیال نباشه. شنیدم این دوستانی که در سان دیگو هستن از هوای خوب خستشون میشه و دلخور میشن. ما اینجا یه روز میشه 20 درجه، فردا پس فردا میشه 80 درجه. و ببینیم که این چرا اینجا تصویر رو نشون نداد. به این من اینو ببندم دوباره باز کنم، قرار بود که این نشون بده. ببخشید دوستانی که از فیسبوک میبینید، نمیدونم چرا اونجا نشون نداد و باید برای که اون روشن بوده اول، بعدا آها بعدا ما روشن. اینه دیگه، من گفتم چند هفته است که این گوشی های جدید آیفون عوض شده و گوشی های قدیمی رو وقتی میزنی اگر قبلش چارجر رو زده باشی کار نمیکنه و باید به اصطلاح چارجر رو که میزنی این گوشی رو در بیاری دوباره بزنی. خلاصه این پروگرامرا ما رو گذاشتن سر کار. اجازه بدید من این برنامه رو شیر کنم با دوستانی که روی مردم تیوی هم هستند و شما هم لطف کنید با دوستان خودتون شیر کنید و ببینیم که چه خواهد شد. حقیقتا باید روی این صفحه شخص دیگه، والا بعض وقتا یادم میره کجا هستم چی کار میکنم، با روی صفحه شخصی خودم میامدم و با مردم تیوی شیر میکردیم این ماجرا رو. رفتم رو صفحه مردم تیوی دنبالش میگردم. روزگار غریبیست نازنین. امروز میگفت که اگه هر جایی که میرین به جای یادداشت نوشتن، حالا یا یادداشت برداشتن به توسط مغزتون یا قلم کاغذ عکس میگیرین، که خود من هم این کارو میکنم متاسفانه، مثلا ماشینمو پارک میکنم طبقه 3 اون جایی که نوشته 384 فوری عکس میگیرم میذارم تو جیبم. میگفت شما دارین مموری، یعنی حافظتون رو ضعیف میکنید و خودتون رو وابسته میکنید به حافظه تلفن. حالا چه باید کرد نمیدونم. اینم از این شروع شد، اینجا هم این شروع شد. بریم سراغ کار و زندگی. امروز با آقای امیر حسین لادن هستیم و سوالاتی درباره کتاب ایشون و اینکه اگر شما هم پرسشی دارید میتونید در عین برنامه با فیسبوک یا با ایمیل ارسال کنید، من سعی میکنم بخونم. کتاب ایشون هست خدا سالاری و درماندگی و مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری. دیروز با یک آمریکایی که در سوریه و لبنان بوده صحبت میکردم و گفت که متاسفانه ما میخوایم با اسلحه آزادی تزریق کنیم و همچین چیزی امکان، دموکراسی تزریق کنیم همچین چیزی امکان نداره. سعید میگه که الان اینجا 80 درجه هست. Here you in Mexico. ایشون در مکزیکو هست. خیلی امیدوارم بهت خوش بگذره. اگه یه وقتی من بیام کالیفرنیا، انقدر تو گفتی مکزیکو مکزیکو که میام باهات اونجا هم میرم. قبلا میرفتم اتفاقا چندین سال پی در پی، همون موقعی که سالگرد ازدواجمون بود اینها میرفتیم کنکون و باهاماس و اینها. بعد دیگه تنبل شدیم این فرودگاه ها از بس اذیت کردن، گفتم ولشون کن. در صورت اینجا هم هوا همچین سرد نیست ولی هوای خوب و دلنشین بهاریه. چون هوای بهار اگه یادتون باشه صبح که میرفتیم مدرسه سرد بود، بعد که برمیگشتیم بعد از ظهر یا ظهر گرم بود و این کوتای بیچاره رو پرت میکردیم و بازی میکردیم و اینها، فردا که میخواستیم بریم کثیف کثیف. خب دوستان کجا هستید؟ حالتون چطوره؟ بذارید من تشکر کنم از فرخ عزیز. و فرخ جان وقتی که یکی از دوستان میاد پیام میذاره ما وقت پخش میکنیم،
با وجودی که در برنامه عمومی هست، اگه لطف کنید با اون دوستمون تماس بگیرید و پیام برای خودش بفرستید بهتره، و الا اینجا من هی باید پیام اونو پخش کنم بعد پیام شما رو پخش کنم و الا آخر. ایشون گفته که در رابطه با آقای مجید نوروزی که راجع به ابی صحبت کرده، ایشون هم عقیده است. من نمیدونم خب وقتی هم عقیده هستیم مثلا چرا عنوان میکنیم دیگه، چی به قولن توافق کردیم. ولی یه چیزی جالبی که فرخ گفته، خود منم قبلا میگفتم و فهمیدم کار اشتباهی هست، اینی که وقتی یه جا پیام میذاریم به طرف بگیم که خب شماره من که افتاده. اولا یه دوستی گفت آقا شماره، گفت تلفن، ها شماره هم نه، تلفن من که افتاده. گفت آقا تلفنی که افتاده حالا خرابه، باید شما باید تعمیرش کنی. و دوست عزیز به جای این که بگی تلفن من که افتاده با همون تماس بگیر، 7-8 تا کلمه میشه، خیلی قشنگ بگو شماره من اینه دیگه. مثلا ما میگیم 202 میشه 3 تا کلمه، وقتی اینجوری نزدیک به نزدیک میگیم 202-695-2573، که حالا سوربی پیام شما رو شنیده، حالا بره اونم تو این سیستما که یکیش گوگل وایسه، یکیش تلفن دستیه، یکیش ورایزونه که ما وقتی میخوایم پیامو گوش کنیم باید بریم چی کنیم، یکی دیگهش بعد باید بیایم اینجا رو نگاه کنیم، از تو این نگاه کنم تو این قسمتی که شماره رو نشون میده ببینم کدوم ساعت کی زنگ زده، کی افتاده، کی دست و پا شکسته، کی سالمه. آقا عزیز من، زندگی به اندازه خودش مشکل هست، زندگی رو راحت کنید، ساده کنید. ممنونم. دو تا پیام گذاشته و گفته که ای کاش میتونستیم یه بار یا با هم صحبت کنیم. دوست عزیز من که بارها به شما گفتم مهمون ما باش، صحبت کن، پیامتو پخش میکنم، ولی شما احتمالا مثل دوستای دیگه دوست داری همین جوری که میچرخی و میگردی به هر جا سر میزنی، اگه یه چیزی هم به نظرت رسید اون رو هم عنوان کنی. من حقیقتش اینجوری خیلی موافق نیستم. شما ببین مثلا آقای لادن از چهارشنبه اعلام کردم که ایشون مهمون برنامه ما، پس احتمالاً یا سه شنبه یا چهارشنبه با ایشون قرار گذاشتم. آقا 2 خوبه، 2.5 خوبه، 3 خوبه، و یک کمی باید خودمون رو اینجا میگن obligate چیکار کنیم خدایا، مقید کنیم. ببینید که مثلا من obligation دارم، من خودم رو مقید کردم از سال 2003 ساعت 2 بعد از ظهر میام اینجا. خب اون دوستی که میبینه آقا میتونه ساعتش رو برنامه ما تنظیم کنه، خوشش میاد که یه نظم و ترتیبی هم هست دیگه، مثل تلویزیونای دیگه. اگه یه گاه ما نیم ساعت نشستیم منتظرت حالا میای، نمیگه آقا مگه پول دادی به من که بیام. بارها گفتم اگه قرار باشه من بیام صبح دنبال شما، شما رو بردارم ببرم سر کار، حتی اگه مجانی هم این کارو میکنم نمیتونم دیر بیام. اگه بگم نمیام، قبلش بگم نمیام خیلی بهتره تا اینکه دیر بیام، شمایی هم که آدم مرتبی هستی اونجا نامرتب کنم. زنگ بزن بگو در مورد چی میخوای صحبت کنی، صحبت میکنیم. و این کار رو الان آقای بهرامی خیلی قشنگ انجام میده، ولی خداییش من متوجه نمیشم. آقای بهرامی میگه که ایشون لطف کرده، تماس گرفته با بیزینس هایی که میشناسه و از اونا خواسته که آگهی بدن تو تلویزیون مردم، و اینا همشون شاه اللهی هن و آگهی نمیدن. من حالا نمیدونم، شما ضمن این که دارید یه جورایی به من میگی که آقا یه کمی عوض شو تا بهت آگهی بدن، خودت هی داری میگی نه خیر، شما هم با رو باورت هستی، جلو کسی سرتو خم نمی کنی، دلا نمیشی. آقا ما مال نسلی هستیم که آقای داریوش انقلابی برامون میخوند آقای علی کنکوری، سرتو خم کن، دلا بشی تا همه درا واز بشن. آخه ببخشید، مردشور اون دری رو ببره که من دلا هستم، من دارم رو زمین رو نگاه میکنم، حالا اونام دارن به ما چیکار میکنن بمانن. آقا من نمیخوام. شما که میدونی، شما خودت زنگ زدی 2-3 سال پیش به من کجا هستی دارم تو عروسی فیلم برداری میکنم، کجا هستی تو فلان ایونت دارم فیلم برداری میکنم. همین با وجودی که 62 سال هست هنوز کار میکنم الحمدلله. اگر یه وقتی اتفاقی برام بیفته، دو تا بچه گل اینجا سالها پول دادیم رفتن دانشگاه، هر روز از من میپرسن بابا وضع مالیت خوبه، میگیم بله الحمدلله.
دوست عزیز، آخه شما، من واقعا متوجه نشدم، شما من میگی عوض بشم یا عوض نشم. اگه عوض نشم که خب پیامی لازم نیست. بعد راجع به اون آدرس شما گفتی، منم براتون فرستادم، چون متوجه شدم که احتمالاً شما هم به خاطر تلفنتون که گم شده بود، خراب شده بود و اینها، آدرس رو نداشتین. ولی به جای اینکه بیاین بگین آقا آدرس تو بده که مردم خجالت بکشن پول بفرستن، شما بگو سوربی آدرس تو برای من بفرست. شما از روزی 100 بارم بگی من یه عکس درست کردم تقی آدرس رو میفرستم، یا برای من کاری نداره دیگه، دو تا تق 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 میزنم و میفرستم میام. در صورت خلاصه مطلب این که آقای فرخ از شما ممنونم، آقای خسرو بهرامی از شما ممنونم، پتیک عزیز از شما ممنونم. بریم سراغ این داوود. آقا داوود تو کجا بودی این چند سال؟ کسی که به این قشنگی بحثی رو باز میکنه، کسی که به این قشنگی توضیح میده، چجوری ما تا حالا نتونسته بودیم به دامش بندازیم که مهمون برنامه های ما باشه، نظر بده؟ ایشون از بلژیک یا نروژ، شما گفتی بلژیک دیگه، نه؟ چون یه دوست نروژی دارم اسمش هم یالوندا اینجوریه، بذار ببینم چیه. بله، من حتی پیام شما رو برای آقای پتیک دوست خوبمون فرستادم، ایشون نوشت که پیام شیرین ایشان را گوش دادم. ببین اصلا سخن وقتی یکی میگه، این که میگن سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند، خب همه ما میدونیم که حرف از مغز شروع میشه، از زبونم از دهنم خارج میشه، به وسیله زبان و حلقم گفته میشه، هیچ کاری به دل نداره. ولی هممون میفهمیم کسی که حرف دلش رو میزنه، ما هم به گوش دل، به گوش جان گوش میکنیم، بشنویم. و ضمناً آقای بهرامی، من متوجه نشدم این پیامی که شما گذاشتی 9 دقیقه 10 دقیقه میتونستم پخش کنم یا نه، چون یه جورایی نصیحت‌های شخصی بود به من. و نه عزیزم، من همون جوری که شما افتخار میکنی که عوض نمیشی، حتی بله شما درست میگی، خانم منم بعض وقتا میگه آخه شما دیوانه هستی، این همه پول و ول کردی اومدی نشستی اینجا و فلان اینها، ولی این پشن منه. پشن یعنی عشق و علاقه. شما نگاه کنید یه جوون آمریکایی از اول عمرش عقده یه ماشین کورسی داره، نمیتونه تهیه کنه، وقتی پولدار میشه میره اون ماشینو میگیره. من گفتم من چرا بشینم وقتی پیر شدم، من از 45 سالگی 50 سالگی گفتم آقا نمیخوام، قید پول رو زدم رفتم دنبال عشق علاقم. 20 سال از سال 98 تا الان 20 سال من دارم این کار میکنم. و دوستانی که دستن در کار بودن، از آقای مهران صدری بگیر، از آقای محمد علی قبوغداره بگیر، از بابک یکتافر بگیر، از اون خانم مهتاب بگی، اینا همشون دیدن زندگی منو، دیدن که من میرفتم دو تا بنز نو میخریدم کش. ولی بعد گفتم آقا بنز همون کاری برای من میکنه که این تویوتای 1000 دلاری میکنه، که امروز جیپ مای 300 دلاری برای من انجام میده. در اصل ممنونم، نصیحت شما شنیده شد، ولی اجازه بدید من عمل نکنم، چون من نمیفهمم. من حالا فردا زنگ بزنم به فلان چلو کبابی بگم آقا من همونم که آقای بهرامی زنگ زد، من غلط کردم تا حالا حقیقت رو راجع به رضا پهلوی گفتم به خاطر که شما میخوای ماهی 150 دلار من بدی؟ نه عزیزم، ممنونم، متشکرم. خب بریم سراغ داوود از بلژیک. راجع به 1000 دلاری آقا رضا، آقای زرابی صحبت کرده. عزیز من نکن این کارو. این آقای هوشنگ رادخو طرفدار پادشاهی هست، طرفدار شاه بوده، طرفدار رضا شاه بوده، دنبال رضا پهلوی بوده، این آمد برای شما نوشت. آخه عزیز من آقای زرابی، شما میای عکس 1000 ریالی دوره رضا شاه رو چاپ میکنی، میگی هر یه ریال یه دلار بوده، میگه اصلا اون موقع قرون بوده و شاهی بوده و سناری، بعد اصلا اون موقع اکسچنج و اینا وجود نداشته. وقتی شروع میشه اولین بار 33 ریال و نیم میشده یه دلار، که فکر کنم 1935 هم بوده. اتفاقا تو برنامه قبلی من آقای کوروش زرابی، آقای زرابی خودمون آمده
و میگه مصداقی شکنجهگره، آقای کرمی رو شکنجه کرده. آقای کرمی میگه آقا من با مصداقی ممکنه هزار تا اختلاف داشته باشم، ولی این شکنجهگر که نبوده هیچ، اصلا تاریخ زندانامون با هم نمیخونه. بعد آقای زرابی میگه تو گوگل نوشته. میگم آقا تو گوگل نوشته کره زمین صافه. ما میگیم اصلا تا میگیم کره زمین یعنی گرده، تو گوگل نوشته کره زمین صافه. سازمان ها وجود داره، دور هم جمع میشن که جشن میگیرن که کره زمین خوب شد صافه، و الا گرد بود شب که میچرخید ما میافتادیم پایین. چه کنیم واقعا؟ خب دوستان عزیز، آقای حسن ارشاد امروز ساعت 4 بعد از ظهر 172 برنامه خودش رو برای من و شما فرستاده و پخش میکنیم و با هم میبینیم. بشنویم این آقای داوود عزیز. آقا دست درد نکنه، خیلی پیام قشنگ از وقت حد اکثر استفاده رو میکنی، آفرین. فکر میکنم شما احتمالا یه یادداشتی سرتیتری مینویسی که من میخوام آقا امروز با سوربی درباره ریال و دلار و سفرم به آمریکا صحبت کنم. بفرما. آقای سوربی گرامی، ظهر شما بخیر. من داوود هستم، البته اسم کوچیکم واقعا همون داووده. دوستان نگاه کنید، طرف زنگ میزنه میگه آقا من نمیدونم اونجا چه خبره. تا اون روز ما گفتیم بابا جون، خب این روی گوگل شما بنویس الان چه وقتیه توی کردستان عراق، فوری برات بنویسه. ایشون رفته این کار کرده، میگه آقا ظهر شما بخیر. درست که گفتم حالا برای که این زحمتم نکشین، الان دیگه چون همه جای دنیا پخش شدیم، هر جا میخواین چیز کنین وقت شما بخیر. به کسی هم نگید ببخشید مزاحم شدم. مزاحم نیستید شما. اگه مزاحمی چرا مزاحم میشی؟ اگر مزاحم نیستی چرا میگی مزاحمم؟ این تعارفا رو بریزیم دور. درست ممنونم، من دیگه ساکت میشم ایشون صحبت کنه. بفرمایید. آقای سوربی گرامی، ظهر شما بخیر. من داوود هستم، البته اسم کوچیکم واقعا همون داووده، از یه خانواده به اصطلاح خودمانی مسلمان زاده، ولی پراتیکی نیستم. نیویورک الان حدودا 12:35 دقیقه است، اروپا 18:35 دقیقه، پنجشنبه. آرشیوتون رو چون من میبینم، به خاطر اینکه ساعت که شما برنامه دارید به ساعت من نمیخوره و من در محل کارم، از یک روز بعد برنامه خوبتون رو نگاه میکنم. دیروز چهارشنبه راجع به 1000 دلاری و 500 دلاری صحبت میکردید. اگر این 3 دقیقه من تموم شد دوباره میگیرم، مسئله نیست. من 1975 یا 76 در نیویورک بودم، چون به خاطر همون شغلم که در هواپیمایی بلژیکی ها کار میکردم، بعضی وقتا مسافرتی هم داشتم برای تفریح و گردش اینا. رفته بودم سیتی بانک در نیویورک، در ویترینشون دلارهای از اول که چاپ شده بود گذاشته بودن، 1000 دلاری و 500 دلاری هم اونجا بود. من سوال میکردم از اون کارمند بانک، پولی داشتم، چک داشتم، از یکی میخواستم اونو بتونم خورد کنم که 10-15 روز که نیویورک هستم خرج کنم. گفت اینا رو اول بوده چاپ کردن، ولی نقدینگی در آمریکا در جیب کسی نیست دیگه، اینا رو جمع کردن و ما فقط در ویترین به عنوان یک یادگاری یا سوونیر اینا نگر میداریم که تماشاچی ها مشتری ها ببینن. و برای همین حرف یه اتفاقی هم در نیویورک برای من افتاد. اون زمان از این باجه های تلفن بود، سکه مینداختیم مثل ایران و اروپا و در نیویورک. من یک 10 دلاری دستم گرفتم، از یک آبر خواستم از این کوین بگیرم که تلفن بزنم به یکی از دوستان. این تا 10 دلاری رو دید گفت I am not crazy to carry that much cash. اصلا من تعجب کرده بودم دیگه، برگشتم بانک، دوباره همون 10 دلاری رو خورد کردم، کارم را افتاد. آقا موفق باشید، برنامهاتون خوبه، ادامه بدهید. و خودم هم 71 سالمه، یادم رفت بود اینو به شما بگم.
هتلداری خوندم، توی هتل کار میکردم، بعد اومدم وارد هواپیمایی شدم، همش در ایران. 40 و خورده سال در بلژیکم. درود بر شما، سلام بر شما، با آرزوی تندرستی برای خودتون و خانواده و نبر. مرسی آقای سردی. ببخشید دوباره از اول من. صحبت از نوه کردی، بنده امروز دومین نوهم داره گیرم میاد، همین الان برنامه تموم بشه میرم بیمارستان و ما الحمدلله جنسمون جوره، یه دختر داریم یه پسر داریم. دخترمون یه نوه دختری بهمون داد، پسرمونم یه نوه پسری. امیدوارم جنس همتون جور بشه، اگر بچه دارید سالم و سلامت باشن که بهترین نعمت همین سلامتیه، سلامتی همراه شادی هم میاد. اگه نوه دارید باز همینجور نوتون سالم سلامت، شما هم سالم باشید که بتونید پا به پای اونها این ور اون ور بپرید. این هم خبر خوشی بود که ما امروز از ساعت 5 صبح باهاش بیدار شدیم و واقعا اصلا یک چیزی است توی فارسی میگن طرف از خوشحالی در پوست خود نمی گنجه، یعنی انقدر بزرگ میشی که پوست حجمش نمیتونه اون حجم رو تحمل کنه. ممنونم آقای داوود عزیز. این سووینیر که ایشون گفت منظورش سوغاتی بود و بله اگر یادتون باشه من اون روز گفتم که اولا اگر وضع ایران اینقدر خوب بوده آقای زرابی شما به من بگو چرا اون موقع 1000 تومانی و 1000 ریالی که 100 تومانی بوده، که اصلا حالا من نمیدونم درسته یا نیست، چون این روزا اتفاقا آقای زرابی تو برنامه قبلی استناد کرده بود به اینترنت. آقا تو اینترنت آقای حخا یه روزی برای من نوشت که سوربی جان بیا نگاه کن CNN اسم اینا رو که پول دزدیدن نوشته. گفتم ای چه جالب، 5 دقیقه قبل همین اسمو برای من فرستادن و شما نفر اول هستی، از همان بیشتر دزدیدی. گو ای پدر سوخته کی این کارو کرده؟ گفتم دیدی آقا، از اینکه اینا دزدن که ما حرفی نداریم، ولی از اینکه اولا ما نمیدونیم CNN، فکر میکنیم هر چیزی رو CNN باشه این آیه قرآنه، آیه قرآن ما عمل نمیکنیم چون میدونیم دروغ و علکی و نسل به نسل و نمیدونم بحث چی بهش میگن حدیث و فلان اینها، ولی یه چیزی که تو اینترنت میگه آقا تو اینترنت نوشته، از اینترنت خبر بدتر و دروغتر وجود نداره. دوست عزیز من از روزی که اومدم تو آمریکا هنوز با وجودی که میدونم اینها یه زمانی هم 500 دلاری چاپ کردن هم 1000 دلاری، حتی گفته میشه 10000 دلاری هم چاپ کرده بودن، ولی متوجه شدن باعث تورم میشه، تورمی که نه دوره شاه متوجه شدن. یادتونه میرفتی یه چیزی میخریدی 4000 یه قطع کبریت بهت میدن میگو 5000، آقا من قطع کبریت میخوام خونه تو رو آتیش بزنم، یک قرونم رو بهم بده، یک ریالم رو بهم بده. این کمبود پول خورد، ولی شما اینجا میری یه بستنی میخری 99 سنت، یا میگی 95 سنت، 4 سنت هم تکس 99 سنت، یه دلاری که بهش میدی تک این باز میکنه و نگاه کنی هر جا میری پول خورده. بیا اینا این پول خورد. اون وقت احمق دکتر فروتن میگه پولای خورد رو جمع کنید ببرید تو خونتون که رایج نباشه دولت ورشکست میکنه. آخه یکی بگه پوفیوز تو ایران بودی رفتی مغازه دیدی همون موقع هم اصلا پول خوردی وجود نداره، این یه سنتی که به شما میدن یه جای شنیدم 15 سنت، یه جای شنیدم 1 سنت و نیم خرجش میشه که بسازنش. به همین خاطر یه عده اینا رو ور میداشتن آب میکردن به عنوان مس یا هرچیه میفروختن گرونتر، که این کار الان غیر قانونیه. آقای رضا زرابی عزیز برادر، ما هی به شما گفتیم یار گود من، خب این کارا رو که میکنی، گفت از چشم میفتی یا از چشم منم بیفتی قدم خیلی بلنده دست پات میشکنه. در هر صورت دوست عزیز اینجا تو آمریکا با همه چیش چی میگن اتوم پتوم میگن چی میگن، یعنی با همه توپ و تشرش هنوز از 100 دلاری بیشتر تو دست مردم نیست. و اولین چیزی که من اومدم آمریکا داداشم یادم داد گفت که این پولو ببینی میذاری تو کیفه؟ گفتم بله.
گفت همیشه یه دلاری رو بذار پشت. ما ایرانی‌ها یادتونه 100 دلاری و 20 دلاری رو میذاشتیم، تومانی رو میذاشتیم. این میگه شما یه دلاری رو بذار که اگه میخوای به یکی از 5 دلار بدی اینجوری میچرخونی میرسی به 5 میدی، نفر پشت سرت نمیبینه که تو 100 دلار داری. حالا شما دیدین که نمیای پشت سرمون بکشین اونا. آقا اینجا برای 3 دلار آدم میکشه، برای 3 دلار آدم میکشه. این آقا داوود درست میگه، اون طرف که اون سال بهش گفته مگه من دیوانه هستم که 10 دلار کش با خودم ببرم، راست میگه، مردم با خودشون کش نمیبرن. البته ناگفته نماند، حالا کردیت کارت داری میندازه تو ماشین میبره اسلحه رو میزنه تو سرت یا میذاره اینجا میگه بیا از ماشین پول بگیر به من بده، یا میخوام میاد تو توی اتاقی میبره دبیت کارت بدینم شماره چنده، شما میگی 1 2 3 4، میره میزنه بانکو میاد اگه پول گرفت پول گرفت دوباره نگه میداره فردا، اگه نتونست بگیره کتکت میزنه اینقدر که چیز بدی. یه دوستی برای من نوشت که این ماجرای کش و اینها، این دوستان کلیمی، البته این فکر کنم بیشتر به یه دسیسه چی میگن، به یک داستان اینجوری، دوستان کلیمی میخواستن مردم پولاشونو بذارن تو بانک و همیشه بی پول باشن، گفت هر کی پول داشته و اینا تو خیابونا بهش حمله میکردن و طرف هم دیگه پول با خودش نمیبرده. من فکر نمیکنم این داستان درست باشه، ولی چون دوستمون نوشته بود منم گفتم بگم. خیلی ممنون آقا داوود عزیز، ممنون و متشکرم. بله هنوزم که هنوزه توی آمریکا به اصطلاح حمل کردن پول نقد خیلی اصلا جالبه، میگن خارجی ها دلار بیشتر از آمریکایی‌ها دارن. ببین ساعت 11:55 دقیقه گذاشته بودم برای برنامه آوا، 2:30 گذاشتم برای آگهی، 2:58 دقیقه گذاشتم که برم فلوریدا دوستمون آقای لادن، و اما چون گفتیم آگهی بریم با هم آگهی اندی رو ببینیم و هنوز تور 2018ش ادامه داره و اگر هستید در اون شهر و استان و کشورهایی که هست شما هم برین و لذت ببرین. بریم با هم به اندی. شکوه‌ترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بی‌قرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بی‌قرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی دهم مارچ نیویورک، 16 مارچ سیاتل، 17 مارچ ونکوور، 20 مارچ لندن، 21 مارچ دوبی، 22 مارچ استانبول، 24 مارچ ایروان، 26 مارچ تبریز، 28 مارچ قبرس، 30 مارچ آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان افیشیال یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. خب بسیار ممنون، بریم سراغ این توری که دوستمون گذاشته و ما رو میبره کجا؟ میبره نیویورک. من این ویدیوی والنتاین دوباره نشون بدی، اذیت نکن، بریم میخوایم تور نیویورک رو به دوستان نشون بدیم. دوستان عزیز، کاروان رقص و طرب نوروزی 15 آپریل یک سفر به یادماندنی برای شرکت در جشن نوروزی نیویورک مملو از شور و هیجان، 26 دلار هر طرفی، از اینجا به نیویورک 26 دلار، از اونجا به اینجا 26 دلار. این برنامه رو آقای مهدی تبریزی به اصطلاح مدیریت کرده، شروع کرده، تأسیس کرده، و اگه شما مثلا یه دفعه فامیلاتون همه بخوان برید اونجا میتونید تماس بگیرید یه اتوبوس کامل برای شما بگیره. با شرکت در جشن نوروز و حضور پرشور شاد در رژه نوروزی نیویورک به قدرت، شکوه و اعتبار جامعه ایرانی و ایرانی آمریکایی بیفزایید. تیچر یونیورسیتی مقدمتان را گرامی می‌دارد. دیپارت، خروج از اینجا یا حرکت از اینجا 6 بعد از ظهر، برگشت از نیویورک ببخشید از اینجا 6 صبح، از اونجا 6 بعد از ظهر. از اینجا جاینت مکلین
و از اون از مریلند دورسا. شماره تلفن آقای مهدی تبریزی هست 202-680-0456. دوستان وقتی ما یه آگهی پخش میکنیم اگه شما سوالی در اون رابطه دارید تماس بگیرید، از خود اونا بپرسید به دو دلیل. یکی اینکه طرف میفهمه بابا آگهیش یه نفر دیده، دوم اینکه اینجا میگن هی سد شی سد، این وسط من یه چیزی نمیگم خدای نکرده اشتباه باشه، بعد شما بگید بابا سوربی گفت رفت و برگشت 26 دلار، ما میگیم بابا رفت 26 دلار برگشت 26 دلار، آقا سوربی گفت میتونی بری نیویورک دیگه همونجا بمونی برنگردی. نه اصلا اینجوری ها دیگه اختلاف پیش نمیاد. ببرمتون برای ماشین اگه میخواین بخرید از این دوستمون آقای بیژن جعفری از والنتاین در رابطه با خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستن. این دوستان من آقای الکس، آقای بابک رو اونجا ملاقات کردم، بیژن و داداشم که از قبل میشناختم و اینها به نظر من اگر کاری از دستشون بر بیاد، خدمتی از دستشون بر بیاد دریغ نمی کنن و اینجا هم گفتن تماس از شما خدمت از اینها 301-735-75-53. دوستان اگر کسی هست که سرمایه داره و میخواد پولش رو یه جایی بذاره، یکی از دوستان ما که مراکشی هست، خیلی هم جوون 29 ساله‌ای هست و این احتیاج داره یه نفر کوساین بشه. کوساین یعنی ضمانتش کنه که این ماشین دوتا داره میخواد بره یکی دیگه بخره. من بهش گفتم تو دیوانه هستی، تو اصلا دوتا ماشین هم لازم نداری، چون حتی بعض وقتا از من میخواد برم کمکش کنم براش رانندگی کنم. بهش میگم تو خودت رانندگی میکنی، همسرت که داره درس پرستاری میخونه میاد رانندگی میکنه، شما یه ماشین کافی. والا من خودم یادمه یه دونه ماشین داشتم، صبح میرفتم کار میکردم، عصرم مثل آدم پارکش میکردم میرفتم ورزش. روزی که شد 2 تا و 3 تا و 4 تا و 16 تا نمیدونستم چه روزیه، چه ساعتیه، صبح، شب، عصر، وقت بی وقت دیگه. ورزشم از اون موقع تعطیل شد. و بهتون بگم باور کنید، شما اگر یه مغازه داشته باشید، با 4 تا مغازه داشته باشید پولش یکی، چون 4 تا مغازه که داری باید 3 تا منیجر داشته باشی، نمیدونم چند تا کارگر داشته باشی، بعد شما میبینی شدی دلکوی ماشین. دلکوی ماشین چی بود؟ یه برقی میمد از کویل میخورد این وسط، این بیچاره تق 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 پخشش میکرد. و باز نگاه کنید اون ماشینی که 4 سلند بود به 4 جا پخشش میکرد، اونی که 8 سلنده به 8 تا پخشش میکرد. خوب که 12 و 16 و اینا هم داشتن، ساختن مرسدس بنز و جگوار اینا. در هر صورت این آقا به من میگه که شما کردیت و اعتبار خوبی داری، بیا ضمانت من که من یه ماشین، اینجا بهش میگن لیموزین، یادم اولین باری که لیموزین دیدم یه نفر وایساده بودم دم خونه داداشم، اولین روزایی هم بود که اومده بودم آمریکا، یه نفر وایساد آدرس بپرسه. گفتم که من نمیدونم اینجا رو بلد نیستم، چند کلمه هم انگلیسی بیشتر بلد نبود. گفتم که صبر کن، به دختر داداشم صدا زدم، اومد به انگلیسی گفت اینها. گفتم این چیه، این ماشین مرده کشه؟ گفت نه آمو، این لیموه. گفتم لیمو چیه؟ خلاصه لیموزین رو ما اونجوری آشنا شدیم و انقدر بدم میاد وقتی میری توش میشینی، من نمیدونم این مردم، ولی دیگه الان بماند. این دوستمون میگه که شما بیا گارانتور این بشو، 48 ماه مای 500 دلار بهت میده بدون اینکه اصلا بخوای امروز پول بدی، پول داون پیمنتش و قسطش و اینا رو این میده به نام شرکتش، ولی چون جوونه و کردیت و اعتبار نداره از کردیت و اعتبار. البته یه اشتباهی که میکنه، میگه که به من میگه عمو سوربی، میگه که شما اصلا تو خطر نیستی. میگم بابا جون صبر کن، چرا به تو میگن کوساینر؟ یعنی چون تو هر لحظه ممکنه به آب بگوزی، میخوان یقه اونو بگیرن. چرا؟ تو خطرم هستید، ولی اگه کسی میخواد خطر کنه مای 500 دلار بسازه 48 ماه 24,000 دلار، این اتفاق من معرفیش کردم، گفتم آقا این دوستان ما تو والنتاین برات ماشین میخرن، فاینانس میکنن اینها. بعد آقای بیژن جعفری خیلی قشنگ برام توضیح داد که
این کسایی که بیزینس باز میکنن، بعضی هاشون بیزینس باز میکنن فکر میکنن بیزینس از مثلا یک انتیتی میگن اینجا یه سازمان جداست، نمیدونن که نه خیر. شما نگاه کنید این ترامپ با همه ترامپیش که ترکمون زده به همه بیزینس ها، با وجودی که پول از خودش نگرفتن، ولی این نام ننگ ورشکستگی باهاشه. حالا شما هایی بگو. بعد براتون تعریف کردم اون خانم میسپری به من گفت که سوربی در رو ببند بهت یه چیزی یاد بدم. تو وقتی میای اینجا درست کورپوریشن داری، شرکت سهامی داری یا شرکت سهامی با مسئولیت محدود داری، گو اینا همه بنداز دور، اینا برای اینی که سالی 700-800 دلار ازت بگیرن برای این نمیدونم اوراز چی میگن استاکایی که چاپ میکنن اینا. گفت تو پشت اینا مسئولی تا موقعی که مثلا بشی مثل یه شرکت اوبر، بشی مثل کوکاکولا و اینا. مثلا این دوستمون اینجوری گفته، گفتم من میگم اگه کسی پیدا بشه. و اما در رابطه با تبلیغ، اون تبلیغی که ما نشون دادیم، بذارید اینم نشون بدم دیگه. این بنده خدا اینقدر تشکر کرده خانم ترانگ نیگون از این فولی و خیلی تشکر کرده و بهش گفتم که ببین یه دوست من از کالیفرنیا گفته سوربی وقتی بیام اینجا با هم میریم این رستورانه، شما اینو داشته باش. یه دوست دیگه از آلمان 60 دلار برای من فرستاده که چقدر خوشحالم سوربی که به فکر خودت افتادی، از مردخوری دست کشیدی و به اصطلاح خوراکایی که خدا و طبیعت تو رو آفریده که اون خوراکا رو بخوری میخوری. و یه چیزی خدایش بهتون بگم، حالا من این فو یا چون یه کمی کم بیحال و مریض شده بودم رفتم خوردم، اینجوری یه دفعه فکر کردم جون گرفتم، یا اینکه واقعا چون توش گوشت نبود و فقط وجتبل. و البته میگن این فو آب استخونه، یعنی اون آبی که میکنن تو اون آب استخونهای جوشونده است. من نمیدونم، اگه کسی میدونه بگه. این فولی هم، اینم ویدیو این دوستمون هم نشون بدیم که اون روز تو برنامه عکساشو نشون دادیم و اینها، و لوپشو آف کنیم، والوم بیاریم روی صفر، همینجوری که اینو میبینید ما هم صحبت کنین. این در منسس هست، تو منطقه منسس و ویرجینیا میدونم خیلی ایرانی هست. خود من وای میسادم اونجا اول همون تو تریفور یک خانم آقای ایرانی گستشن داشتن. و در هر صورت اینجاست فو لی. این فو خوراکای ویتنامی به این صورت رو میگن فو. حالا لی هر کدومشون یه اسمی داره، بعضی هاشون شماره داره، یکیش 102 یکیش 104. این صاحب جدید اسم اینجا رو گذاشته لی، یا اگه فرانسوی بخونی لول لی. در هر صورت فاین ویتنامیز کوزین، وبسایت هم دارن folivirginia.com، آدرسش هم اینه، شماره تلفنش هم هست 703-530-96. و این خانم هم که صاحب جدیدشه از ما خیلی تشکر کرد که اون قسمت ویدیو رو ما براش چیز کردیم و دعوتش رو اینجا میگن extend، یعنی دعوتش رو دوباره گفت که بیا اینجا مهمون من، هم خودت هم خانوادت. گفتم حالا دیگه من کی بیام از منسس؟ چشم، حتما میام. و اینجور آقای بهرامی، طرف به من میگه آقا بیا خوراک مجانی بخور، میگم من نمیخورم، من شاید رفتم تصادف کردم، بذار من برم آگهیتون نشون بدم. بعد اگه دوستمون از کالیفرنیا گفت سوربی من اگه بیام ویرجینیا، اگه تو باشی با تو میرم این رستوران، اگه نباشی خودم میرم این رستوران، اون وقت من میام اینجا یه خوراک مجانی 10 دلاری میخورم، ارزون ترینش. بازم خوراک مجانی که میخورین سعی کنین تیپ یا انعام رو بدین، چون اون خانمه که خدمت میکنه میره بشقاب میاره، 10 بار میره نمیدونم قاشق چنگال میاره، اون اموراتش از روی تیپ و انعام میچرخه. اینم فولی. و اما دیگه چی داریم؟ آقای دکتر نصر احمدی، یه بار دیگه من اینو بهتون نشون میدم که کتابچه ای رو فرستادن در باره بررسی سازمان مجاهدین خلق. اگر روزی آقای دکتر نصر احمدی بخواد از من بپرسه سوربی تو که منو 20 سال میشناسی
و اول مخالف هم بودیم، دشمن هم بودیم. من دشمنی با هیچ کی نداشتم، اینا دشمن من بودن. اینا حتی رضا پهلوی گفته بود که ما سوربی رو باید از بین ببریم، که البته اگر من اون موقع شنیده بودم میرفتم دنبالش که ببینم این منظورش فیزیکلی بوده یا چون شعور نداره همینجوری گفته. و حالا که با هم دوست هستیم، من میدونم ایشون چه شخص باسوادی هست، اگر از من بپرسه سوربی تو کار من چه اشکالی میبینی، من بهش میگم آقا شما عدم پشتکار. شما ببین این بارون قطره قطره یه جا میچکه اونجا رو سوراخ میکنه، سنگ رو سوراخ میکنه، ولی شما میری 4 سال با رضا پهلوی، بعد میای مسمومت میکنن میری یه جای دیگه، بعد میری اروپا، بعد میای اینجا، بعد میای تلویزیون مردم، بعد میری اون تلویزیون، بعد میای این پشت، چی میگن، پشت کار نداشتن، مستمر نبودن باعث میشه که نتونین 4 نفر رو تا امروز پیدا کرده باشین. این ایراد من به ایشونه. اگه یه روزی هم خواستن در این مورد صحبت کنن خوشحال میشم. سوربی جان من، شما خانواده محترم دارن، تبریک. منم بهش آها خیلی ممنون، عکس یه بچه کوچولو رو فرستادن، خیلی ممنون. امیدوارم شما هم، حالا به زودی هم نمیگیم چون این اینایی که آمریکا بزرگ میشن هی میگن به ما نگین ازدواج کن، به ما نگین ازدواج کن، ما هر وقت موقعش رسید خودمون ازدواج میکنیم. امیدوارم شما هم این لذت پدر بزرگ شدن رو به اصطلاح داشته باشی، بچشی، مزه کنی. و از اون دوست عزیزی که از آلمان 60 دلار فرستاده و گفته که این برای خودت و همسرت برین شام بخورین، ممنون و متشکرم. ولی باور کنید من پولایی که اینجوری میاد این ور و اون ور، مثلا میرم یه جایی طرف میگه که دیروز ماشینم پنچر شده، میگم که خب این 20 دلار بگی پنچر گیری کن، میگم اصلا یه نفر رو شما خوشحال کنی 20 دلار، آقا تو زندگی های خودمون نگاه کن، شما حاضر 10,000 دلار بدی بچت با خوش روی سلام بهت بکنه، ولی 20 دلار میدی به یه کارگری که داره کار میکنه که امروز براش یه فاجعه ای شده که اومده ماشینش پنچر، حالا ماشینش پنچر، میگه اگه وایسم پنچر گیری کنم بلد نیستم میفته رو، اگر بخوام وایسم تاکسی بیاد برم دیر میشه از کار برگم، ولی شما یه 20 دلار که بهش میدین یه حرکتیه تو زندگیش. از شما ممنونم که 3 تا 20 دلار میدی که من بتونم به 3 تا کمک کنم، 6 تا 10 دلار دادی که من به 6 نفر کمک کنم، 12 تا 5 دلار دادی که 12 نفر خوشحال کنم، و ممنون متشکر. من هنوز الحمدلله یا هر چی بگیم این به اصطلاح قوتو دارم که خودم کار کنم و خوراک بخورم، غذا بخورم و اینها، ولی دوستی و محبت شما رو من نمیتونم فراموش کنم. همین که من صبح میام اینجا میبینم این دوستمون اینو نوشته، بعد میگه برای که حرف منو گوش دادی، نمیدونم اون خوشحال شده، منم خوشحال شدم، دیگرانم خوشحال میشن. مرسی مرسی مرسی. حالا شما کجای دنیا میتونی با 60 دلار این همه آدم خوشحال کنی؟ فقط تلویزیون مردم. مرسی. خب پیام های فرخ رو گفتیم، تلفنم افتاده، نگید تلفنم افتاده، بگید شماره تلفن من اینه. والا بلا من به داداشم هم که زنگ میزنم میگم به این تلفن با من تماس بگیرید. آقا 32 سال ما اینجا تلفن داریم تو آمریکا، تلفن من میدونه، ولی چون چند تا تلفن مختلف دارم بهش میگم من الان اینجا هستم، با این تلفن با من تماس بگی، با این تلفن با من تماس نگی، با اون تلفن با من تماس نگی. نمیگم خب تلفنم هم که افتاده، تلفنت افتاده برو اپل حالا 50 دلار 60 دلار بده شکسته درستش. خب اوکی، بیایم سراغ نوشته های باقی مونده. دوستان امروز 13 رجبه، این دوستمون از خلیج فارس نوشته امروز 13 رجب روز تولد امام علی جشن گرفته می شود. روز تولد امام علی هرگز معلوم نبود. در زمان شاه اسماعیل صفوی از علما خواست روز تولد امام علی را یافته و آن را معین کنند. پس از مدتی علمای شیعه آن دوران روز 13 رجب را به عنوان تاریخ تولد امام انتخاب کردند. از آن روز تا کنون همه شیعیان بدون سند تاریخی این روز را تولد امام نخست جشن می‌گیرند. خب آقا این که چیزی نیست، این دین مسیحی تا 300 سال اصلا هیچ خبری ازش نبود. ماجراش اگه اشتباه نکنم یک
خانمی بوده، ملکه‌ای بوده، هم کانستانتین ما مادرمون بوده، بچهش مریض بوده، یه از سری از این مزخرفات، یه پول باد آورده از مالیات مردم داده، حالا شما برید مسیح بسازید، برید مسیح پیدا کنید. حالا این مزخرفات رو درست کردن، مسیح اینجوری بود، مسیح اونجوری بود، مسیح پای بچه ها رو میشست. از همون اول اینا همه بچه باز بودن، بی خود نبوده، زنم نمیگرفتن، بی خودم نیست. توی کلیسا هم میگن زن نگی، میگن زن میخوای بگیر چیکار، یه هم بچه گذاشتیم اینجا، احمقا میان بچه هاشون میارن اینجا، با این بچه ها بازی کن، خوش باش. چی بگم به خدا بهتون؟ خب در صورت ماجرای مسیح و پیدایش دین مسیحیت و اینها برید، اصلا این کتاب متابات تا 2300 سال نبوده. سکوت کیهان تهران از گرایش کره شمالی به سوی غرب. میدونید که کره شمالی این رهبر دیوانش مجت چاق رفت چین. وقتی رفت چین، حالا آمریکا هم دارن تدارک میبینن که اون دیدارشون در ماه می احتمالاً توی سویتزرلند، یه جای سوئد، یه جای دیگه برپا بشه، و این رو به عنوان اعتبار آقای ترامپ داره به اصطلاح برای خودش نگه میداره، که خداییش هم خب باید بگیم برای خودشه، یعنی خودش این کارا رو کرده و اینها. حالا یا با لات بازیش ما آتیش میزنیم و دنیا رو به هم میزنیم، یا با توهینایی که به این کرد، تو فلانت کوچیکه من فلانم بزرگه و اینها، این آقا که میبینی داره کولی میده به عموشه، نمیدونم کیه، یه روز بهشون کولی میده، یه روز اعدامشون میکنه، و اینها آدمای عقده‌ای هستن. این میبینید این چاقالو با این موهاش و اینها، اینو کوله کرده. خب لابا خیلی خوشحاله که اینا مثلا بمب اتم درست کردن. حالا بمب اتمی که میگن اگه خواستی به اصطلاح این چیزا رو ادامه بدی، باید مثل ایران تو سوراخت سیمان بریزی. خب کیهان سکوت کرده، خب معلومه سکوت میکنه. اینا فکر میکنن که کره شمالی، چین، روسیه باهاشونه، ولی نمیفهمن احمقا، اینا دنبال جایی هن که منافع خودشون و منافع ملتشون باشه. و شما هم از خر شیطون بیاین پایین، برین به مردم بگید ما اشتباه کردیم، ما اون روزی که آمدیم با حسن نیت آمدیم، گفتیم شاه این کار کرده، ما آزادی میدیم، حالا آزاد ما میریم قم، یه واتیکانی برای خودمون درست میکنیم، اسم میذاریم قمیکان، اونجا میشینیم و هر کاری دلمون میخواد میکنیم. و اما روحانی خوش صدا با آواز زیبا، من یه نفر برام فرستاده، ممنونم، ولی اینو قبلا پخش کردیم براتونم، گفتم والله ما آخوند فامیلمون بوده، آقای مجد خیلی هم خوش صدا بود، خیلی هم عرق‌خور خوب بود، خیلی هم تریاک خوب میکشید، و اینا هستن دیگه تو هر به اصطلاح تو هر حزب و تو هر گروه و تو هر دسته هستن. و اما میگه در قرن 21 در کشور موریتانیای غرب شمال آفریقا کنیز فروشی معمولی است. اعلامش را ببین، وصف کنیز در پایین آمده، ترجمه هم نیاز نداره. بعد شما هی بگو انسان تغییر کرده. آقا من یه بارم CNN یک برنامه گذاشته بود، This is life فکر کنم یا Our life، یه چیزی اینجوری، خانمه رفته بود کجا بگین دیگه، رفته بود لیبی، و میگفت از بعد از اینکه لیبی قذافی کشته شد و از بین رفت، اونجا کنیز فروشی و برد فروشی، یه سری بدبخت پناهندهایی که از این ور اون ور میرن به لیبی که میخوان حالا بعدشن برن ایتالیا جایی گیر میفتن، اینا رو تو بازار نه فقط هم کنیز، برد فروشی خرید فروش میکنن. حالا دیگه اینجا نوشته نمیدونم سنش 23 ساله، 162 تا سانتیمتر قدشه، 56 کیلو وزنشه، ماشاءالله هم قد بلنده، هم یک کمی هم سنگینه. 56 یکی از وزنای کشتی بود که ما تو ایران کشتی میگرفتیم، 48، 52، 56 و همینجور برو بالا یا علی که الان دیگه به 100 کیلو رسیدیم. خب بمانم، بله این متاسفانه این بشر دوپا هر چی بگی شما ازش بر میاد. آها این پیام آقای بهرامی رو هم گذاشته بودم که پخش کنم، بعد دیدم 9 دقیقه و 5 ثانیه
و شما با اون شماره تلفن 202 اگه تماس بگیری بهتره، چون هر روز هر آن ممکنه این تلفن قطع بشه. الان هم ما داریم به اضافه وقت میریم، پول ندادیم بهشون هم گفتیم نمیخوایم، ولی اینا همین جوری دارن به اصطلاح پخش میکنن. اینم این هست، تلفن من یه سالی سال 2006 چند تا از اینا خریدم و برنامه هم این بود که برای هر مجری یه شماره تلفن بذارم. مثلا دکتر محیط از کالیفرنیا شماره 818، آقای فلانی از اینجا 703، آقای فلانی از واشنگتن 203. اینا خیلی هم راحته، میزنیش به یو اس بی و اینا. ما دیگه بعد دیدیم بابا گوگل مجانی میده، تلفن دستی خود رو استفاده کنیم، سرویس هایی که داریم تلویزیون و فلان اینا همش با یه تلفن زوری میاد، گفتیم ولش کن. در اصل این پیام شما رو من کامل شنیدم، بازم تشکر میکنم، ولی نصیحت شما رو قبول نمیکنم. خیلی ممنون، به دوستان میگم شما نصیحت کنید، من مورد بررسی قرار میدم و اگر به اصطلاح مورد پسند قرار گرفت انجام میدم، ولی نه این مورد پسند من نیست، همونجوری که مورد پسند خودتون نیست. و من تعجب میکنم که شما وقتی داشتی این پیامو میذاشتی تو دلت چی میگفتی؟ میگفتی حالا سوربی به من میگه خب آقا خودت که داری میگی شما عوض نمیشی، حتی خانمت هم بهت نق میزنه، سرکوب چی میگم میزنه، باز عوض نمیشی. و به من میگی عوض بشو، میخوای ببینی عوض شدن چه نتیجه ای داره؟ نه عوض. ما آقا سعی میکنیم که سرمونو بالا بگیریم، کنکور هم قبول نشدیم نشدیم، علی کنکوری باشه. یه دوستی جدیدن یه جنبش دیگه ای، یه آقایی برای من اینو فرستاده، اطلاعیه شماره یک، بذارید براتون اینو بیارم، و نوشته ستاد پشتیبانی از جنبش مردم ایران. چقدر خوشحالم دیگه، اقلا این جنبش نیست، این میگه ما از جنبش مردم ایران پشتیبانی میکنیم. اینم ببینید، و اگه اینها میخوان میتونن از تلویزیون مردم استفاده کنن، هم تبلیغ کنن هم نیرو جمع کنن، هرچی که هدفشونه. این یه آقایی من تا امروز ندیده بودم، از اون روز تا حالا هم 110 تا بیننده داشته، یعنی از مارچ 28 از دو روز پیش تا حالا 110 تا بیننده. از خودشون سوال کنن چند بار خودشون نگاه کردن، چند بار سوربی نگاه کرده. اگه دیدن رو فیسبوک سوربی و مردم تیوی میتونه 14000 نفر ببینه، میتونه رو خود مردم تیوی .com خدا میدونه چند هزار نفر ببینه، بیان از خدمات ما استفاده کنن. حالا یه قسمتش براتون پخش میکنم. این پیام ستاد پشتیبانی از جنبش مردم ایران به توده های دردمند ما، همیهنان، شیرزنان، شیرمردان، جوانان دلیر و پختگان بیباد. خب در اصل اینو دیدید، من همیشه گفتم یکی از چیزایی که من هر وقت به اصطلاح میبینم این دوستان رو که چه زمستون چه تابستون دستمال گردن میبندن، و حتی تو فیلم های ایرانی تو فیلم های قدیمی هم میدیدیم طرف رب دو شام برش بود تو خونه ولی دستمال گردنش میبست. من حقیقتش یک کمی چاد، چون بچه شیراز هستم خیلی سرد نبوده، عادت نکردم، یک کمی برام چیزه. بعد دوست عزیز، شما که میخواین از یه ستادی درست کردین که از مردم پشتیبانی کنید، اقلا الفبای ویدیو ضبط کردن رو یاد بگیرید. از یکی به یکی بگید $10 $20 یه جوونی یه کسی که بلده کمکتون کنه. شما نگاه کنید ببینید سایه خودتون روی دیوار، بعد تصویر اینجوری انگار که مثلا پول برق ندادید، برق قطع شده، حالا با شمع دارید فیلم میگیرید. در هر صورت نمیدونم، فقط میدونم کارمون خیلی خرابه. اینم از این و از ستاد پشتیبانی از مردم. بیاین بیرون بریم تو تلویزیون مردم تیوی تا چند دقیقه دیگه با این دوستی که من تازگی افتخار صحبت کردن و سالهاست ایشونو میشناسم، من ویدیوهای ایشونو میتونم بگم از سال 2014 دیده بودم، ولی حقیقتش بعضی وقتا تنبلی میکنم. آقای بهرامی قسمت راست میگه، حوصله تماس بگیرم ندارم، شاید به دلیل اینکه با هر کی تماس گرفتیم اگه بیزینسش خوبه میگه نه آقا من مشتریم هم دارم احتیاج ندارم، به هر کی هم بده میگه آقا من بیزینسم بده پول ندارم.
و ما میگیم بابا ولمون کن دیگه، خسته شدیم دیگه، میریم برای مردم کار میکنیم، آمریکا بهتر است. اینی که با اینو میگی، ولی من اون دفعه ویدیو اینها رو که دیدم تماس گرفتم، گفتم اگه خواستید و اینها، بعد گفتن اتفاقا کتابی هم داریم، کتابشون هست خدا سالاری و درماندگی، در این مورد با ایشون یک مصاحبه‌ای خواهیم داشت و شماها خیلیاتون گفتید اگه ایشون دوست داشته باشه برنامه‌های هفتگی داشته باشه. خب اعلان فروش بردرم براتون گفتیم و پیام آقای بهرامی رم گفتیم، ستاد پشتیبانی رم گفتیم. به اولین کافه موزیک در عربستان دعوتتان میکنم. ببینیم که این کافه موزیک چی هست. و بله دیگه، اینا هم دیر را افتادن، حالا قولتون میدم با سرعت میخوان از اونای دیگه جلو بزنن. این همون بدبختی بود که دوچار ایران شد و ایران از لحاظ مینی ژوپ و از لحاظ فیلم سکسی و اینها یه دفعه اومد از آمریکایی‌ها زد جلو. حالا این عربا هم اون موقع ممنوع بوده و رقص نبوده و فلان، حالا ببینیم چه کثافت بازی‌هایی شروع میشه. خانم‌ها می‌رقصن با حجاب و آقایون هم می‌رقصن. اقلا باز ببخشید اینو میگم، یه درجه از ما ایرانی ها جلوتر هستن که توی مهمونی های ایرانی میبینی همش آقایون میرقصن. چقدر چندشاوره بعضی از این آقایون وقتی میرقصن، چون میخوان کارای انجام بدن که خانما انجام میدن، بابا بدن اونا فرق میکنه با من، بدن من و شما. و اما این قرآن اگه نبود ما چه کار میکردیم؟ عربستان چند میلیون قرآن به مستمندان آفریقا هدیه کرد و در عوض به پولداران آمریکا 480 میلیارد دلار بخشید. اینم عکس عربستان، قرآن داده به این بدبخت خدا زده که بشینه اینجا قرآن بخونه. نگاه کنید تو رو خدا، ببینید کارم داره درست میشه. وقت گذاشتم که سربی شد 2:58، برو سراغ آقای لادن. من این آقای لادن رو هی به اشتباه میگم آقای اردلان، نمیدونم چرا، شاید اسم لادن برام به اصطلاح تازگی داره، ولی اردلان بیشتر داشتیم، فامیل اردلان اینها. در هر صورت ایشون میدونه کیه، من میدونم ایشون کیه. و بهتون گفتم یه دفعه بیلمار گفت بابا جون وقتی می نیستی من یکم دیر دارم میام. من میفهمم که آخه لیت و لاته کافیه، قهوه است، لیت یعنی دیر بودن. میفهمم که بابا منظور تو این نیست که من یکم دیر میام دارم کافی میخورم، میگی دارم دیر میام. بعد میگی دیگه درستش نکن. بعدم وقتی میگی نمیدونم کارم رو میخوام پارک کنم، یه چی دیگه اشتباه کت مینویسی. میدونم که گربت رو که نمیخوای پارک کنی، میخوای ماشین تو پارک کنی. بریم اینجا سراغ آقای لادن و حالا آها، اون دفعه ما با اون چیزی که به اصطلاح جمعی بود تماس میگرفتیم، تماس برقرار نشد. ولی بعد متوجه شدم که ایشون دو تا حساب اسکایپ داره، با این یکی تماس گرفتیم که برقرار شد و استفاده کردیم از به اصطلاح دانش ایشون. و خیلی هم برنامه خوبی بود، چون برنامه‌ای که جر و دعوا و اینا باشه ممکنه خب یه کمی طرفدار پیدا کنی، چهار تا از من دیوونه ترم دوست داشته باشه، ولی یه برنامه‌ای هم که یه نفر یه چیزی یاد بگیره و اینها باید داشته باشیم. ما منتظر آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره این کتاب و چند تام پرسش داریم از ایشون. مثلا یه جایی مثلا ایشون به جای بخشید. درود بر شما. ممنونم. من تصویر شما را هنوز ندارم و این ویدیو همینجور داره میچرخه. اگه اسکایپ دیگه ای روشن هست اونو خاموش کنید، ممکنه یه اسکایپ اینجا داره صدا رو پخش میکنه، اسکایپ اون بر. و همین خاطر از من با وجودی که شما صدا و تصویرتون خوب بود، ولی یه چیزی رو به صورت جنریک و عمومی درست کردم فرستادم براتون که دوستانی که میخوان با ما صحبت کنن یا با هر کسی دیگه، برای اینکه ارتباطشون بهتر باشه اینترنت و کامپیوترشون یه خاموش روشنی کنن. بذارید من یه بار دیگه با شما تماس بگیرم، چون این همینجوری داره دور میزنه. یک بار دیگر
یا کاش که به ایشون گفت بودم با من تماس میگیرن. بعضی وقتا این سیستمای کامپیوتری باید تریکشون کنی که ایشون کلک بزنی. بله انجام شد؟ نه هنوز داره میچرخه. این خیلی عمر ما یه سری داریم نگاه این ساعتای شنی میکنیم که داره میریزه پایین، یه سری این دایره ها که میچرخه. میخوام شما به من از اون طرف با همین حساب زنگ بزنید ببینم وصل میشه. مرسی. بله آره این ساعتای شنی اینجا میگن glass hour یعنی شیشه ای، ولی دیدید که اینجوری میریزه. فکر کنم برنامه روزهای زندگی هست که اینو نشون میده، شنا از اون بالا میاد پایین و اینها. و یکی دیگه این دایره هایی که الان چند ساله رسم شده و اگر شما نگاش کنی دنبالش کنی بدم نیست، یک کمی گردنتون هم ورزش میکنه. خب ببینیم. بله ایشون تماس گرفت، امیدوارم که درست باشه. و مثل اینکه هنوز داره میچرخه. آها پس اونجا هم شما میبینید که داره میچرخه. بله پس این میبینید. شاید ماجرای بچرخ تا بچرخه به چه اینکه تهدیدی میکنن میگه نمیدونم، یا شاید اونه که میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چین است و آن چون. بعضی هم به اشتباه میخونن که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، میگن نه بابا چرخ گردون با چرخ گردون فهم کن. نمیدونم چرا اینجوری میشه. تجربه‌ای که من دارم اینه که بعضی وقتا شما روی آی پی دو تا اسکایپ دارین، این ویدیوشو اون گرفته، آدیوشو اینجا، و بهترین کار اینه که تمام اون چیزها رو خاموش کنید با من تماس بگیرید. بله لطف کنید بعدی که چیز کردیم با من تماس بگیرید. ممنون. دوستان عزیز اگر سوالی دارید در باره برنامه قبلی ایشون، یا اگر سوالی دارید درباره نوشته ایشون، صحبت‌های ایشون، یا فیلمی رو که ما از اول مارچ تا حالا نشون دادیم، دو تا فیلم از ایشون روی کانال مردم تیوی پخش میشه، یکیش به نام انقلاب ایران بود که ایشون میپرسه چی بود این شورش بود، انقلاب بود چی بود، یکیش هم به نام ایران لیبرتی اگه اشتباه نکنم، که اینا به نظر من خیلی چیزای خوبیه و ما با تکرار اینها ممکنه بتونیم قدم آهسته آهسته برداریم. من پریروز دیدم که آقای هوشنگ رادخو یک ویدیویی رو زحمت کشیده به انگلیسی فرستاده. خب بد نیست، ایشون سالها تو هوم دیپو کار میکرده، حالا دیگه بازنشسته شده باید انگلیسی تمرین کنه. ولی آخه آقای رادخو از خودتون سوال کنید، بینندای شما روی فیسبوک چند تاش انگلیسیه، چند تاش آمریکاییه که شما برای اونا انگلیسی درست میکنید، یا چند تا کانگرسمن، چند تا رئیس جمهور، چند تا رئیس دول دنیا بیننده فیسبوک شما هستن که میای برنامه انگلیسی درست میکنید؟ آیا این بی احترامی نیست به ایرانیانی که خب برای منم فرستادین، برای دیگرانم فرستادین، بی احترامی نیست به اونها؟ ضمن این که من یه نفر اینجا قبلا بود، البته بعد دیدیم بابا اینم نوکر کلفت مجاهدینه، این خانم همشهری منم بود، خانم غفاری بود، غفوری بود کی بود، و خیلی کار قشنگی انجام میداد، 40 دقیقه برنامه رو با فارسی اجرا میکرد، 15 دقیقه آخر رو به انگلیسی اجرا میکرد و سلام رفت. ولی این آقای هوشنگ رادخو آمده یک ویدیویی به انگلیسی، بعدم خب حالا اینو برای کی فرستادید؟ قراره اونا چه کار کنن؟ قراره عمه کوین بیاد ما رو نجات بده؟ قراره آقای ترامپ دیوانه‌ای که هیچ وکیلی وکالتش رو قبول نمی‌کنه، دیوانه‌ای که هر روز یه نفر رو می‌کنه بیرون و همه از دستش عاجز شدن، شما نشستید که این بیاد نجاتتون بده؟ ای خب وای بر ما که ما چنین ملتی هستیم که همیشه، حالا باز اونی که میگه من نشستم امام زمان بیاد، یک قدرتیه که خودش هم میگه بابا اقلا اون قدرتش بالاتر از ما، ولی این کسی که تو 71 سالگی 6 بار تا حالا ورشکستگی داشته و اینها، چه کمکی میتونه به شما انجام بده؟ آقای لادن اگه میدونید وصله میشه چیز میکنیم، به اصطلاح بدون ویدیو میریم و من کتاب شما و اون نوشته ها رو نشون میدم. تالا که اون دایره همینجوری داره میچرخه، اینجا همینه احتمالا، همون
تصویر اینجا رو شما اونجا میبینید که به اصطلاح بهتون نشون بده که طرف مقابل چی میبینید، چون بعض وقتا میبینیم طرف از صفحه رفته بیرون، بهش میگیم بابا خب خودت که میبینی اونجا چجوریه. نمیدونم، این یه اشکالیه که احتمالاً اینترنتتون من فکر میکنم یا دوربینتون، شاید هم دوربین دوتا دارید اونجا، یکی مال کامپیوتر یکی، چون دیدم تصویر شما خیلی خوب بود احتمالاً یه دوربین اکسترنال شما داشتید. درسته. خب درسته. اگه میخواین اونو خاموش کنید با دوربین معمولی بیا. این اشکالای اسکایپ اینجوریه معمولا، یعنی دیفالتشو گرفته اون دوربین، حالا این دوربین روشنه، این گیج شده، اینم شده سوربی. خب من خب. من الان اکسترنال کامرا رو خاموش کردم. خب اگه بتونید اون قسمت بالا نوشته هلپ، بغلش نوشته تولز، روی تولز کلیک کنید، بعد آپشن، هر یه قدم که میرید بگید تا من بعدی رو بگم. خب آپشن، بعد این سمت چپ بیان پایین نوشته آدیو سیتینگ، ساوند، ویدیو سیتینگ. ویدیو سیتینگ رو کلیک کنید. ویدیو سیتینگ، اوکی. بعد بیان دست راست تو اون جعبه نوشته که چه چیزایی دارید، اسامی رو، اونی که مال کارت کامپیوتره بزنید. بعض وقتا دو سه تا میبینید، یکی مثلا نوشته حالا کامپیوترتون توشیبا باشه، نوشته توشیبا، یا لپتاپ دل باشه، مینسه دل، اونو انتخاب کنید. اوکی. بعد که زدید این پایین باید بیان سیو بزنید. پایین همون صفحه‌ای که باز شده. من چیزی تغییری ندیدم. آه. نمیدونم حالا اون خب بود، دوربینی اونجا بود، چیزی نوشته بود تو این قسمتی که نوشت. آهان، آمدید آقا، آمدید، به 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 به. خب منم اینو ببندم. دوستان عزیز، حیف بود این تصویر رو نداشته باشیم، اجازه بدید تا خیلی ممنون. بذارید من اینو اونجا هم که پنکه ها راه افتاده دیگه، بله، یا تمام سال روشنه اینجا، هوا گرم. بله. خب دوستان عزیز، قبلا هم با آقای لادن بودیم و خیلی از شما گفتید که افرادی اینچنینی دعوت کنین. گفتیم چشم، والا دعوت میکنیم. بعضی وقتا این دوستان کار دارن، زندگی دارن و مشکله، ولی ممنونم از ایشون که باز هم قبول کردن با ما باشن و بگید ببینیم اوضاع و احوال چگونه است. و هر وقت که شما بگید دو سه تا سوال هست که من میپرسم و این رو برای دوستان به اصطلاح توضیح بدید. حتما، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو من دادین. با درود به شما و بینندگانتون، هر موقع شما آماده هستین من آمادم. بله، خیلی ها رو عنوان کتاب به اصطلاح سوال دارن. هدفتون از عنوان کتاب خدا سالاری درماندگی چی بوده؟ بعد میگن شما یه عنوان تکمیلی هم گذاشتین که مبارزه برای عدالت، آزادی و مردم سالاری. بعد خود من سوالم اینه که شما واقعا فکر میکنید توی حکومت‌های دنیا حکومتی هست که مردم سالار باشه؟ البته شما از اول شروع کنید بگید هدفتون از عنوان کتاب چی بوده. حتما، به نظر من عنوان نخست و عنوان تکمیلی متن کتاب و هدف کتاب رو نشون میده. خدا سالاری داریم درباره حکومت‌های صحبت می‌کنیم که مدعی مشروعیت الهی هستن، یعنی نماینده و جانشین خداوندن و هیچ مسئولیتی به مردم ندارن، بنابراین برای مردم هم ارزش و اهمیتی قائل نیستن. همونطوری که ما در سلطنت رعیت و بنده و در مقابل ولایت فقیه امت هستیم. از طرف دیگه اون عنوان تکمیلی میگه مبارزه با برای عدالت و آزادی. یعنی چی؟ یعنی عدالت و آزادی وجود نداره و ما نیاز داریم براش مبارزه کنیم و این در چارچوب حکومت خدا سالاره. در ضمنی که من این کتاب رو در پاسخ به سه تا پرسش نوشتم و اون اینه که اگر ما بپذیریم که
کشور ما در به وجود آوردن و پایه‌ریزی تمدن نقشی داشته. اگر بپذیریم که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، یعنی اوج انسانیت الگوی زندگی پدرانمون بوده، و باز اگر بپذیریم که ما 2500 سال پیش حقوق بشر و تحمل دگراندیشو به دنیا ارائه کردیم، اگر ما اینا رو بپذیریم و اینا حقیقت داشته باشه، پس چرا چنین کشوری این چنین خار و ضعیف است؟ چرا چنین مردمی در خرافات و آخرتگرایی غوطه برند؟ و چرا این ملت از هیچ کدوم از این مزایای حقوق بشر بهره‌مند نیستند؟ آخه این صحبتی که من با آقای چمن‌آرام دارم، شما خیلی این اگر رو قشنگ جای خوبی قرار دادید. اگر بپذیریم، من میگم همون موقعی که میپذیریم خودمون رو حقیقتا میگیم ما بهترین بودیم، الان دیگه لازم نیست هیچ کاری انجام بدیم. ولی اگر نپذیریم یا قبول کنیم که این درست نبوده، مثلا شما اگر بپذیرید، شما به من بگید در چه سالی، در زمان چه پادشاهی ما مردم خوبی داشتیم، دولت خوبی داشتیم، زنده همین خنده شما جواب همه رو داد دیگه. این بله بفرم. من بهش همه چی رو در این چارچوب باید در حال بهش تقریبی بعد بهش نگاه کرد. وقتی داریم درباره چندین هزار سال پیش صحبت میکنیم، خب مسلماً باید یه چیزایی رو در نظر بگیریم. یکی این که سندیت نداره، خیلی چیزها دهان به دهان و نقل قول. بعد به این که میدونین که میگن فاتحا برنده ها تاریخ رو مینویسن، یعنی اون که بازنده شده دیگه چیزی براش باقی نذاشتن که بتونه بری تاریخ نویسی کنه. بعد نگاه کنین به حکومت های سلطنتی ما که هر کدومش در درون دربار یک تاریخ نگار داشت. آخه کدوم تاریخ نگاری در دربار جرأت میکنه حقایق رو بنویسه و واقعیت ها رو بیان کنه؟ پس بنابراین ما باید اینا رو همه رو در نظر بگیریم و با عقل و منطق به این مسائل نگاه کنیم. ولی همه چی نسبیه. خب وقتی ما میدونیم که فرض کنیم زمانی که ما کوروش و داریوش رو داشتیم تو اروپا توی دخمه زندگی میکردن، اصلا هیچ کدوم از اون چیزهایی که در ایران وجود داشت در اونجا وجود نداشت. پس یه چیزایی نسبی بوده و هست. اینی که شما نگاه کنید که ما چه شاعرها، چه فلسفه‌ها، چه دانشمندها، اینا یک چیزایی که ما به دنیا ارائه کردیم. حالا آیا همه این مطالبی که ما داریم در اینجا بیان میکنیم کاملا حقیقت و واقعیت داره؟ بعد به صورت نسبیش نگاه کرد. در اون چارچوب من یه کمی تفاوت میبینم و اون اینه که اگر ما بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، بعد من با شما موافقم، دیگه ما نیاز نداره بریم خودمون رو درست کنیم که. ولی من اصلا به اون صورت نمیبینم. حتی من همیشه مورد مؤاخذه قرار میگیرم برای اینکه سعی میکنم یه مسائلی رو اونطوری که من فکر میکنم حقیقت داره اون کمبودهامونو بیان کنم، و خب اکثر ایرانی ها اصلا تحمل شنیدنشو ندارن. بسیار ممنونم. توی این کتابتون دیدم که شما به جای فصل بندی کتاب رو به چهار کتاب تقسیم کردید. منظورتون از که چهار کتاب چیه؟ سپاسگزارم. دید من این بود که این انسان رو نشون میده، زندگی انسان رو نشون میده. بخش نخست هست چگونه بودیم، یعنی دیروز ما. بخش دوم هست چگونه هستیم، یعنی امروز ما. بخش سوم چگونه ما شدیم، یعنی چه عواملی در شکل‌گیری این دید و برداشت و فرهنگ ما نقش داشته. و بخش چهارم هست چگونه میتوانیم باشیم، یعنی آینده ما رو چجوری میسازیم و چه باید کرد.
این بخش نخست اگر ما یه دونه درخت رو مجسم کنیم، فکر کنم این چارتا رو نشون میده. درخت ریشش همون دیروز ماست، چگونه بودیمه. یعنی اگر ما با تاریخمون بیگانه باشیم، از گذشتمون هیچ درس و عبرتی نگیریم، این درخت نمیتونه دوام داشته باشه، بقا داشته باشه و استوار باشه. تنه درخت امروز ماست، شاخ و برگ درخت چگونه ما شدیم و اون آینده اینه که ما چگونه تا چه اندازه ای از این درخت نگهداری میکنیم، مراقبت میکنیم، آب و غذا میدیم که این بتونه قنچه کنه، گل بده و بار بشه. و ما هم در رابطه با آیندهمون همین، اگر ما در ساختن آیندهمون شرکت نکنیم، برنامه نداشته باشیم و هزینه نپردازیم، یا میان آینده رو برامون میسازن، یا مثل اینه که ما توی یه دونه کشتی بادبانی نشستیم ولی اون کنترل کشتی رو رها کردیم به امید باد. ما رو به کجا میبره هیچ کس نمیدونه. بسیار ممنونم. شما تو این کتاب خیلی هم به کمبودهای فرهنگی تأکید دارید. البته شما چون اسم داریوش و کوروش آوردید و اون موقعی که ما تو تخت جمشید بودیم و اینها، که البته چند نفرم آمدن گفتن اصلا همچین چیزی وجود نداشته، یک قصری به این بزرگی، یه شهری هم میخواد، چرا از اون شهر خبری نیست و اینها. و همون موقع سوال پیش میاد که خب پادشاهی که اینجوری بوده، دوتا فرزندش کمبوجیه و بردیا هم دیگر رو میکشن و به هم کلک میزنن که مثلا اون کوچکتره بیاد بشه شاه و اینا، خب کسی که نتونسته خانواده، اینجا میگیم امیلیت فامیلی، کسی که نتونسته خانواده نزدیکش رو تربیت کنه، چجوری منو بعد از 2500 سال با این همه بیتربیتی میخواد تربیت کنه؟ و اونجایی که شما میگید من روی امروز و فردا تاکید دارم، من همگامتونم، چون این کلمه رو شما هم استفاده میکنید، خیلی هم قشنگه، همگامم باهاتون. و ولی اونجایی که من امروز یک ماشین قرازه‌ای دارم، هر لحظه هم خاموش میشه، و باور کنید فامیلای من اینجوری بودن تو ایران، هر وقت ما میگفتیم مثلا تلفن، میگه اون موقعی که هیچکی تلفن نداشت ما تلفن داشتیم، میگفتم خب حالا من به مرده ها زنگ بزنم، چرا ما تلفن نداریم؟ میدونید، میگفتن ما اون موقع تلفن داشتیم، و اون موقع که کسی ماشین نداشت ما نمیدونم فلان داشتیم. مثلا اولین کادیلاک شیراز پدر من برای اون فروغ‌الملک قوامی و اینها چیز بوده. ولی میگه همون، باز شما این قشنگ گفتید که هنر نزد ایرانیان است، و باز اگه ما تکیه کنیم، من این فکر میکنم برگردیم عقب بگیم ما اینا تو غار بودن، ما تو قصر بودیم، تو تخت جمشید بودیم، حقیقتا یه جوری داریم به خودمون میگیم، بعد برای که بگیم ما اصلاح پذیر هستیم و اینا، میگیم خب حالا اونو ول کنیم، امروز رو ببینیم و به فردام به اصطلاح بیشتر توجه کنیم. ولی باز برمیگردیم به همین کمبودهای فرهنگی. اگر ما اونجوری با فرهنگ بودیم، چجوری یه دفعه اینجا بی فرهنگ شدیم؟ نمیدونم، برای شما اونو فرستادم که کاریکاتور 160 سال پیش رو طرف فرستاده بود امروز، که آمریکایی نه، که به اصطلاح خارجی ها. البته اینم یه عقده است، همیشه ما مثلا کره‌ای ها میگیم خیلی با هم خوبن، ما با هم بدیم. من دوست کره‌ای دارم، اسم کره‌ای که میاد میخواد سرش رو بزنه به دیوار. دیدید اون کاریکاتوری رو که اینا دست هم رو میگیرن از نردبون بالا میارن، ولی ایرانیا اونی که بالا وایساده میزنه تو سر پایینی که نیاد بالا، اون پایینی هم پایینی گرفته که اون بالاتر نره. و این 160 سال پیش، یعنی کاری به این آخونده هم نداره. برگردیم به همون کمبودهای فرهنگی. من به گوشم بفرمایید. حتما. زمینه مورد نیاز پیدایش و پرورش حکومت‌های خودکامه و خداسالار، کمدانی و خرافات مذهبی. من فکر کنم یه نگاهی به این کاستی‌ها، به برخی از این کاستی‌ها کمک میکنه که یکی یکی اینا رو با همدیگه نگاه کنیم. من یه چند تایی رو لیست کردم، من دارم اونا رو اینجا نشون میدم، بفرمایید. عالی. که عبارتن از کمدانی روشنفکران، مدعیان رهبری،
خرافات مذهبی و آخرتگرایی، خود بزرگبینی، دروغگویی، توهم همه چیزدانی، ظاهرسازی و تملق، پارتیبازی و توصیه، مسئولیت گریزی، بت‌سازی، بت‌پرستی، پشت دیگران حرف زدن، شایعه پراکنی، منافع شخصی رو بر همه چیز ارجح دانستن، بی برنامگی، با تاریخ بیگانه بودن، اینا برخی از اون کاستی ها، برخی از اون کمبود ها هستن. و همین بود که خدمتتون گفتم ما ایرانی ها حتی نمیخوایم این چیزها رو بشنویم، چه به این که بخوایم بپذیریم. باز اونایی هم که میپذیرن میگن آره درسته ایرانی ها چنین مشکلی رو دارن، ولی خودشونو شامل اون مسائل نمیدونن. من میخوام چند تا از این کاستی ها رو با هم دیگه مرور کنم. نگاه کنین به اون کمدانی روشنفکران و مدعیان رهبری. هممون یا اکثرمون با سخنان خمینی در پاریس پیش از بازگشت به ایران آشنایی داریم و میدونیم که حرفای بسیار منطقی و درستی زد در مورد برابری، حقوق بشر، عدم دخالت در حکومت و اینکه زن و مرد مساوی هستند. جراید کاملا آزادن و ملاها حق شرکت در سیاست ندارن. خب اینا حرفای منطقی و درستی. و وقتی برگشت به تهران، رفت تو بهشت زهرا، اکثر اینا رو زیر پا گذاشت، به قول خودمون زد زیرش. و بعدم ببخشید در این مورد گفت تغییر کرد. خب ولی ما یه چیزی رو در این مورد در نظر نمیگیریم و اون این که متن جامعه زیاد مقصر نیست که خمینی رو نمیشناخت. فرض کنین نوشته های خمینی رو نخونده بود، نمیدونست که خمینی کتابی داره به نام ولایت فقیه، حکومت اسلامی. ولی این روشنفکر و این مدعی رهبری اینا میبایستی میدونست. و یه چیز دیگه اون که چنانچه این روشنفکران و مدعیان کمدان نبودن، از تجربیات تاریخی استفاده کرده بودند، میدونستن که انقلاب مشروطیت رو جامعه روحانیت نابود کرد و به کجراه مذهب کشوند. میدونستن که جنبش ملی شدن نفت و آخوندا جامعه روحانیت به رهبری کاشانی و بهبهانی و شمس قنات آبادی منحرف کردن. اینه که مسئولیت روشنفکران و مدعیان رهبری خیلی در این مورد بیشتر. میخوام یه اشاره کنم به اینکه به مطلب دومی جزء کاسی هامون و اون خرافات مذهبی و آخرت گرایی. توی دوران رضا شاه خمزنی ممنوع میشه. یه روز ملک الشعرای بهار امیر بیرجند که اسمش بوده شوکت الملک، امیر بیرجند رو میبینه، میگه که الحمدلله ولایت شما هم برق داره، هم آب داره و هم مدرسه. اینی که برخی اشخاص شکایت میکنن چیه؟ شوکت الملک میگه که آقا اینا برق نمیخوان، اینا محرم میخوان، اینا مدرسه نمیخوان، اینا روزخونی میخوان، به اینا کربلا رو بدین همه چیز داده. خب ببینین این دوتا، این پدیده دوتا طرف داره. یکی این که نشون میده جامعه ما قوتبر در خرافات مذهبی و آخرتگراییه، از طرف دیگه نشون میده که ملاها در پیاده کردن برنامه شون، یعنی به وجود آوردن یه ملت گوسفند موفق شد. یه نگاه میکنیم به پارتی بازی و توصیه.
یه داستانی هست که البته داستان حقیقیه برای اینکه سندش وجود داره، که زمان امیر کبیر حاکم قم رو عزل میکنه برای اینکه میفهمه که این داره رشوه میگیره و داره فساد بکنه. این حاکم با عمه ناصرالدین شاه دوستی داشته، نزدیکی داشته. عمه ناصرالدین شاه ایشون رو برمیگردونه سر کارش. امیر کبیر که متوجه میشه، دستور میده اینو کت بسته میارن تحویل دادگاه و زندان میدن و یه دست خطی مینویسه به ناصرالدین شاه که قربانت شوم. اونطوری شروع میشه، ولی میخوام خط آخرش رو براتون بخونم. میگه اعلی حضرت باید بدانن که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمیشود. این در رابطه با پارتی بازی و توصیه میخوام نشون بدم که این سالهای سال بوده. و مصدق یه خاطره داره، زمان احمدشاه قوام نخست وزیر بوده، مصدق وزیر دارایی، وزیر مالیه، و یه شخصی بوده به نام سردار منصور گیلانی، تیتر بعدیش هم بوده سپهدار اعظم. این آقا یه ثروتمند قدرتمندی بوده و بدهی مالیاتی داشته، مخواسته نده، پارتی بازی میکرده که نده. میره پیش مدرس که هم یه دونه روحانی عالی مقامی بوده و هم وکیل مجلس، دست به دامن اون میشه. مدرس با مصدق دوستی داشته، میاد پیش مصدق میگه که لطفاً اجازه بدین که این مسئله موقوف الاجرا باشه. مصدق میگه متاسفم نمیشه. مدرس هم قهر میکنه میره. روز بعدش، یعنی این سردار منصور ولکن نبوده، میره دست به دامن نخست وزیر میشه. قوام میاد تو خونه مصدق میگه که میخواستم خواهش کنم که شما این مالیات سردار منصور رو نگیرید. مصدق میگه نه نمیشه، امکان نداره. قوام میگه من اینجا میشینم تا شما بپذیرید. مصدق میگه تشریف داشته باشید. حالا منظور اینه که این کاستی ها فقط و فقط شعار نیست، اینا حقایق زندگی ماست. بسیار ممنون. من درباره این اشکالاتی که وجود داره، به قول شما خیلی قشنگه که وقتی میگیم همه دوستان ایرانی میگن بله، ولی بلا فاصله یه جوری خودشونو از این جمع ما میبرن بیرون و میخوان به اصطلاح فقط به دیگران بگن اونا هستن که این اشکالاتو دارن و ما نداریم. ولی حالا که شما قبول دارین، خب هر اشکالی رو میشه با ترابل شوتینگ و با قدم به قدم جلو رفتن اولا فهمید کجا اشکال داره، بعدم درستش کرد. چی فکر میکنید چجوری امکان داره یک جامعه‌ای به این قدمت و الانم به این تعداد 80 میلیون درست بشه؟ یا من یه فیلمی رو دیدم تو همین آمریکا، دیتلاین یا نایتلاین یا همین 60 مینیت، این از این برنامه چیز بررسی میکنن، یک گروه دانش آموز را آورده بود، پدر و مادر اینا را هم گذاشته بود توی اتاق دیگه، بعد میگفت که ما میخوایم به اینا بگیم که اینجا میخوایم از شما امتحان بگیریم. از اونا میپرسید به نظرتون بچه ها تقلب میکنن یا نه؟ همشون گفتن امکان نداره بچه ما تقلب کنه و تقریبا 100% اونا تقلب کردن. و اونی هم که نمیخواست تقلب کنه، اون پیر پرشه یا اون فشار جمعی دوستان که دو پشتش بود باعث شد اونم آخر به قول شمالی ها وابده و همرنگ جماعت بشه. این موضوعی که چه باید کرد و همین شما ماجرای مشروطه رو که میگین، ما هنوز سر مشروطه نرسیدیم به این که حالا این مشروطه که ما اینقدر سنگیشو به سینه میزنیم واقعا یه چیز نوینی بوده، یا این رضا شاه که میگیم آخوندار رو اینجوری کرد، بعد میفهمیم از اون ور میگن پیاده رفته رو میدونم مشهد، یا خودش سینه زنی میکرده، یا بچهش رو اینجوری مذهبی بار آورده که بدون این بازوبند و دعا و اینها حتی پرواز نمیکرده. اینا که با هم نمیخونه، اینا رو چه باید کرد؟ کجا این قدم به قدممون
شروع میشه، چون میدونی همه راههای طولانی با قدم اولی آغاز میشه و حتی بعضی وقتا میگن بیبی استپ. شما چه پیشنهادی دارید برای درست شدن این ماجرا؟ من فکر کنم که باید یک گام دیگر رو برداشت تا برسیم به اونجا. شما نگاه کنید که اگر ما صبح بیدار میشیم سرمون درد میکنه، روز بعد، روز سوم، روز دهم، خب شما چقدر میخواین آسپرین و اکسدرین و قرصای مسکن بخورید؟ بالاخره میرین دکتر ببینین این سردرد مال چشمتونه، ضعیف شده، فشار خون دارین، مشکلتون چیه؟ خب ما باید به اونجا هم برسیم، باید ما مشکلمونه بدونیم عامل چیه، چه چیزی باعث این شکست ها و ناکامی هاست. و همین مثالی که شما زدین راجع به مشروطیت، خب مشروطیت حالا از دید من بر اساس اطلاعات کم من، مشروطیت یک حرکت بسیار مثبتی بوده در اون زمان در ایران و میتونست همه چی رو دگرگون کنه و یک کشوری رو که بی بند و بار و فردی حکومت‌های مطلق بود یک شرط و شروطی بذاره و مردم نقشی داشته باشه. حالا به هر حال خوب و بدش، مشروطه موفق شد، جنبش ملی شدن نفت موفق شد، انقلاب مردمی و اجتناب ناپذیر 57 موفق شد، ولی هر سه به کجراهه رفتن و با ناکامی و شکست روبرو شدن. من فکر کنم اون ستا رو زیر سوال بردن که چرا، خود اون کمک میکنه که مثل اون مریضی که رفته به پزشک و ازش انواع اقسام آزمایش ها رو میکنن ببینن که دردش چیه. قسمت سوم کتاب که میگه ما چگونه ما شدیم، به نظر من بخش مهمی و چه عواملی این کاستی ها رو توی فرهنگ ما جاسازی کرده. از دید من عامل اولیه و اصلیش حکومت های فردی دیکتاتوری خدا سالار. شما وقتی که حکومتت مشروعیت الهی، مدعی مشروعیت الهیه، یعنی کوچکترین مسئولیتی به مردم نداره و هیچ ارزشی هم برای مردم قائل نیست. اگر کسی شک داره به این موضوع، ما زیادم دور نمیخواد بریم نگاه کنیم به رضا شاه. رضا شاه دیگه مهمترین مردم برای رضا شاه تیم خودش بود، یعنی هیئت وزرا، عمرا. وقتی با اینا جلسه هیئت وزرا و عمرا رو داره، اگر کسی برخلاف میل رضا شاه حرف میزد با عصا میزد تو سرش. بعضیا رو انقدر کتک زده بود که برده بودنشون بیمارستان. این ارزشیه که رضا شاه برای مهمترین اشخاص مملکت قائل و به مجلس میگفت طبیله. حالا بیاین وای به حال ملت که خودتون میدونی که چجوری به چی بهش میگیم، رئیس یک روزنامه رو میگرفت کتک میزد. برسیم به شاه. توی زمان شاه پس از این که حکومت مصدق به وسیله کودتای 28 مرداد سرنگون شد و اینا رو دارن در دادگاه نظامی سنجین میکنن، باتمانگلیچ، سرلشکر باتمانگلیچ، فرمانده ستاد ارتش بود، توی باشگاه افسران سخنرانی میکرد. بیرون مردم داشتن تظاهرات میکردن، بازار تعطیل بود، مدارس تعطیل بود، دانشجوها همه تو خیابون بودن، داشتن تظاهرات میکردن. باتمانگلیچ توی سخنرانیش میگه این اشخاص گمراه و نادان باید بدانن اگر ما مجبور باشیم 14 میلیون نفر را بکشیم میکشیم تا به 1 میلیون دیگر حکومت کنیم. خب شما اینو جمله رو تو ذهنت مزه مزه کن. زمانیه که مملکت ما 15 میلیون جمعیت داره، این آقا میگه ما 14 میلیون رو میکشیم
یعنی اصلا انسان و مردم ارزشی براش ندارن. که چی؟ که به 1,000,000 حکومت کنیم. یعنی قدرت و حکومت برای اینا همه چی بوده. خب اینا همینطور بیاین جلو. خمینی جنگ ایران عراق اومدن بهش گفتن که آقا عراق الان پذیرفته که با ما صلح کنه، خسارت هم نمیدونم عربستان سوری و قطر تصمیم کردن که پرداخت بشه، بهترین موقع است که ما صلح کنیم و اگر نکنیم ممکنه 10 تا حتی 20 میلیون ایرانی کشته بشه. خمینی پاسخش اینه که خب اگر 20 میلیون کشته شد ما 20 میلیون دیگر داریم. ببین در مقابل حکومت‌های خدا سالار مردم کوچکترین ارزشی ندارن. این یکی از بزرگترین مشکلاته. میخوام نشون بدم با یکی دوتا داستان تفاوت حکومت قانونمند و حکومت رابطه‌ای، یعنی حکومت یه قانون وجود نداره. من چند تا مثال از ابتهاج براتون زدم برای اینکه یه شخصیت جالبیه. ایشون از 1320 یعنی جنگ بعد از جنگ جهانی، زمانی که محمد رضا به سلطنت میرسه، ابتهاج برای 7 سال مدیرعامل بانک ملیه. این درست زمانیه که حکومت هنوز فردی نشده و قانون و ضابطه وجود داره. باز دوباره قوام نخست وزیره. قوام میاد پیش ابتهاج تقاضای یک وام اعتباری میکنه برای دولت. دیگه نخست وزیر قدرت اصلی مملکت. ابتهاج میگه طبق قانون اساسی، طبق قانون مملکت، وام باید به تایید مجلس شورا باشد. من نمیتونم به شما وام بدم. این کشوریه که قانونمنده. حتی رئیس بانک میتونه به نخست وزیر بگه نه. در یه مورد دیگه ابتهاج میگه که رجوع به قانونمند بودن، میگه امیر حسین خان، خان بزرگ یکی از ایلها فکر کنم بختیاری، وکیل مجلس هم بوده، بعدن سناتور هم میشه، در ضمن دوست ابتهاج هم بوده. میاد پیش ابتهاج تقاضای 600 هزار تومان وام میکنه، میخواسته دین خودشو به دولت بپردازه که بتونه زمینهایی رو که املاکی رو که رضا شاه ازش به زور گرفته بود پس بگیره. ابتهاج بهش میگه اگه شما نتونی قوانین بانکو اجرا کنی من نمیتونم به شما وام بدم. این هرچی اصرار رو التماس میکنه این میگه متاسفم. 2 هفته بعد این امیر حسین خان برمیگرده، میگه من یه وقت 2 دقیقه میخوام و ابتهاج بهش وقت میده. میره تو میگه خیلی جالب، میگه من از ساعه از پیش شاه آمدم، رفتم به شاه گفتم اعلی حضرت استدعا میکنم به ابتهاج امر بفرمایید که این وام را به من بدهد. میگه شاه به من نگاه کرد گفت ابتهاج او به خواهر من پول نداد، میخواهی به تو وام بده؟ ببینید به نظر من ما اینجا 2 تا درس از این مسئله میگیریم. نخست این که حکومت قانونمند ضابطه ایست، یعنی چارچوب داره، حساب کتاب داره، نه رابطه ای. داریم در دوران صحبت میکنیم که شاه در چارچوب قانون اساسی حرکت میکرده و یه شخصی مثل ابتهاج در چارچوب قوانین و مقررات. خب در چنین موقعیتی قانون برای برقراری عدالته. حالا اون بر سکه رو نگاه کنید، موقعی که شاه دیکتاتور میشه یا خمینی دیکتاتور میشه و در مقابل قانون مسئول نیست و با مردم برابر نیست، این عدم قانونمندی جامعه رو تقسیم میکنه به 2 طبقه، فرادست و زیردست، بالا و پایین. در چنین وضعی ببینید چی عوض میشه. قانون
برای برقراری اطاعت، یعنی چماقه. می‌بینید چقدر تغییر داره، چقدر تفاوت داره. و در حکومت‌های خداسالار، یعنی من حکومت‌های خداسالار رو کلید تمام این ناکامی‌ها و کاستی‌های فرهنگی می‌دونم. در حکومت خداسالار تمام ابزارهای قدرت، کنترل قدرت و ثروت تو دست شاه و فقیه، یعنی آغاز بت‌سازی. اگه خاطرتون باشه تو لیستمون بت‌سازی و بت‌پرستی یکی از کاستی ها بود. اینی که ما میگیم اعلیحضرت آریامهر، امام خمینی، رهبر عالی قدر، اینا همه همون بت‌پرستی و بت‌سازیه. و یه داستانی از راجبه این که شاه از ارتش بت نصیری خوشش میمون. میخوام خاطر جمع بشن، همه دوستان میدونن که ارتش بت بزرگترین مقام نظامی ارتش، اون موقع 4 تا ستاره و یه دونه تاج روشونش بود. خب چرا شاه از ارتش بت نصیری خوشش میمون؟ ارتش بت نصیری میگفت من سگ اعلیحضرت هستم. این ارتش بت مملکته. اگه سگش بود که بهتر بود آقای لادن، چون سگشو برد ولی این بیچاره رو انداخت دست اینا به وضع فجیعی کشتنش. 100%. سگش هم نبود. میگم اگه سگش بود اقلا میبردش. این سگش هم نبوده، خبر نداشته. بله کاملا. باز یه داستانی هست در مورد منوچهر اقبال نخست وزیر که میگفته من غلام خانزاد شاهنشاه هستم. و مابینه منوچهر اقبال نخست وزیر و اسدالله علم وزیر دربار مشاجره و دعوا بوده که کدومشون این اصطلاح و نخست به کار برده. یعنی برای غلام خانزاد بودن شاهنشاه با هم دیگه جنگ میکردن. ببینید این بت‌سازی و بت‌پرستی، استبداد ذهنی، مقبولیت زور از نتایج خداسالاریه. و یه مشکل دیگه هم داره و اون اینه که خدا سالاری به وجود آورنده مرد سالاری، پدر سالاری و سیستم بزرگتر کوچکتره که هممون توی زندگیمون، توی خونه، توی مدرسه، سر کار، تو کوچه و خیابون اینو تجربه کردیم. مقبولیت زور به وجود میاد وقتی شما خدا سالاری دارید. باز برای یه داستانی از هستش که جمال امامی که یه دونه نماینده مجلس بوده، یه آدم درباری و یه آدم مزدور برای انگلیسا کار میکرده. این رفته بوده پاریس، وقتی برمیگرده میره خونه ابتهاج دیدن و همسر ابتهاج برای امامی تعریف میکنه، میگه که آجودان اعلیحضرت زنگ زدن از دربار و گفتن که آقای ابتهاج تقاضای شرفیابی کرده بودن، میخوایم براشون زمان مشخص کنیم. ابتهاج میگه نه، من هیچ تقاضای شرفیابی نکرده بودم. امامی باهاش مخالفت میکنه، چرا چنین کاری کردی؟ این کار درستی نیست. این رسمه که وقتی اعلیحضرت میخوان شما رو ببینن اینطوری بانم میکنن. امامی میگه اینجا میخوام به تو میگم تقبل مقبولیت و زور رو براتون میگه، میگه اینجا مشرق زمینه، پادشاه صاحب اختیار مطلق است، او میتواند ابتهاج را به راحتی از بین ببرد. یک کامیون بیاد او رو زیر بگیره یا یک مستی توی کوچه بهش تنه بزنه و با چاقو بکشش. من واقعیت اینه که نوشتن این کتاب از دید من، برای من، حالا هم در دوستا چجوری بهش نگاه میکنم، من اینو انجام یک وظیفه و یه مسئولیت میدونستم در مقابل نسل بعدی و نسل جوان. میخواستم اون تجربه و آگاهی اندکی که به دست آوردم برای راهنمایی و عبرتگیری در اختیار دیگران بذارم، شاید کمک کنه ما همون کمتر توی چاله بره، کمتر آسیب پذیر باشیم. سپاسگزارم. ممنونم. من دو تا سوال دارم، ولی چون این دوستمون
دوست بهایی داریم، نوشته که مشروطیت در ایران در 1906 در اثر آموزش ایرانیان از سال 1875 توسط چند نوشته با نامهای رساله مدینه، مدینته یا رسالت سیاسیه که نام نویسنده که عبدالبها بود ذکر نشده بود، در اذهان به وجود آمد و شکل گرفت، ولی دسائس سیاسیه انگلیس و روس توسط آخوندها آن را به صورتی که میدانیم تبدیل کرد. شما در این مورد نظری دارید یا این گفته رو قبول دارید که این حتی اون مشروطه هم چکیده های به اصطلاح تراوش مغزی عبدالبها بوده؟ من اطلاعات مستندی در این مورد ندارم، ولی پژوهش‌هایی که من کردم نشون میده یه چیزهایی رو در مورد انقلاب مشروطیت که چجوری یک پروسه بود، از کجا آغاز شد، چه کسانی در تقویتش و به وجود آوردنش، شکل دادنش شرکت داشتن و خیلی طولانی، یک پروسه طولانی بود، به ویژه 10 سال آخر که صحبت از مجلس چی بود بهش میگفتن، متاسفانه ذهنم یاری نمی کنه، که قرار بود یه چیزهای شورایی به وجود بیاد، حکومت قدرت شاه رو روش یک شرایطی بذارن. اینها چارچوبی بود که شروع شد و نوشته های یک اشخاصی مثل مالکوم خان در این مسئله خیلی نقش داشت. ولی از اینی که در مملکت ما بیگانگان دخالت داشتن و نفوذ داشتن و در درون مملکت اشخاص گمراه و وطن فروشی هم بودن که اینها رو حمایت میکردن به خاطر بقای خودشون، و همینطوری که الان هم اینو نباید دست کم گرفت. الان میهن ما در معرض خطره و یه عده ایرانیای گمراه و جاه طلب هستن که سنگ حمله نظامی به ایران رو به سینه میزنن که عربستان و اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنن. اینا بدون برو برگرد، بیچون و چرا، گمراه، نادان و یا خدا نکرده مزدورن. بسیار ممنونم. شما در رابطه، چون هم شما آمریکا هستید هم من آمریکا هستم و الان هم همین میگید یه عده گمراه دنبال این برنامه هستن، شما یه جایی گفتید که سیاست و روش آمریکا با ایران زمانی تغییر کرد که آیزنهاور، فکر میکنید در هیچ دوره‌ای رابطه آمریکا با ایران رابطه دوستانه‌ای بوده؟ چون ما حتی میبینیم کندی دنبال این بوده که کودتا کنه و شاه رو به اصطلاح سرنگون کنه. و بعد از این یه سوال دارم درباره خدا سالاری و همون اصل کتابتون و باور افرادی مثل خمینی و شاه، چون شاه قشنگ توی اون کتاب ماموریتی برای وطنم یه جوری میگه که یعنی واقعا فکر میکرده که این از طرف خدا آمده و باید این کار انجام میداده و به دروغ مثل اینایی که مغازه مذهب باز میکنن و اینها این کارو نمیخواسته انجام بده. شما فکر میکنید که اینها واقعا میدونن که دارن دروغ میگن یا باور میکنن که ماورای ماها هستن و به این خاطر به اینجاها کشیده میشن که خمینی میگه اگه 30 میلیون بگن نه من میگم بله، یا شاه چنان حکومتی داشته که مثلا حتی اطرافیانش میگن، باکمانگلیش میگه اگه 14 میلیون بکشیم هنوز 1 میلیون داریم. ناگفته نماند یک خانمی هست اینجا در تلویزیون‌های ایرانی آمریکایی سالها پیش گفته بود که ما 70 میلیون داریم، اگر 10 میلیونش هم کشته بشه، چون ایشون هم دنبال طرف به اصطلاح حمله اسرائیل هست به ایران اینا، اگه 10 میلیونش هم کشته بشه باز 60 میلیون داریم که این 60 میلیون دو برابر 30 میلیونی هست که زمان شاه بود. ببخشید شد 3 تا موضوع، نظرتون رو در این موارد اگه بفرمایید ممنون میشم. حتما. نخست درباره این که آیا هیچگاه آمریکا نظر مثبت و مساعدی نسبت ایران داشته، نخست باید به این نگاه کنیم که
تمام هر کشوری در درجه اول دنبال منافع کشور خودش و اصلا هیچ ایرادی به اون وارد نیست. یعنی اگر آمریکا دنبال منافع خودش، ما بهش ایرادی نمیتونیم بگیریم، ولی اگر منافعش با پا گذاشتن روی منافع ایران باشه، اون موقع ما باش مشکل داریم. ما از این که انگلیس بیاد و نفت ایران و زمانی که ما تواناییشو نداشتیم استخراج کنه و حتی 84% سهم اون باشه، ولی 16% ما رو طبق دفاتر بپردازه، نه اینکه دفتر سازی کنه 1.6% هم پرداخت نکنه، ما با اون مشکل داریم. یعنی اتفاقا یه داستان جالبی هستش که راجب سمسام و سلطنه که موقعی که نخست وزیر بوده، این زمانیه که توی روسیه انقلاب اکتبر میشه و روسیه تمام معاهده هایی که تزارها با ایران بسته بود همه رو لغو میکنن به نفع ایران و واقعا یک حرکت بسیار بسیار خوب بوده و ایرانی ها استقبال میکنن و سمسام بلافاصله استفاده میکنه از این موضوع و تمام معاهده ها رو ملغا میکنه و چیزم کاپیتولاسیون هم ملغا میکنه. وزیر مختار انگلیس میاد توی دفتر سمسام با تغییر و تغییر که تو به چه حقی یه طرف قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشتی؟ تو مگه میتونی چنین کاری رو بکنی؟ سمسام بهش میگه کدوم قانون بین المللی به شما اجازه میده یعنی تو مملکت من به زور سرنیزه تمام خواسته هاتون رو به ما تحمیل کنی؟ بیاین تو مملکت ما پلیس جنوب به وجود بیاریم ولی اون پلیس رو چماق کنیم بر سر ما. بعد یک سری اعتراضات شدید میکنه، میگه برو این حرفا رو ریشه‌ای بزن که یک احمقی مثل خودت خریدارش باشه، بعد دفتر پرتش میکنه بیرون. به این خب ببینین، یه گاهگاهی هم ما یک کسانی داشتیم که شعور داشتن، شهامت داشتن و وایسادن. حالا برگردیم به آمریکا. تا زمان جنگ دوم جهانی هنوز رابطهش با ایران رابطه مثبتی بود و موقعی هم که ایران نیازی داشت، کمکی میخواست، در چارچوب معقول که خودشو با انگلیس و روسیه به دعوان اندازه میپذیره. و همونطور که میدونین شوستر اومد ایران و خیلی کمک کرد، چیز اومد ایران، ملسپا اومد ایران، یه مشکلات بالا پایینی وجود داشت. بعد شما اشاره کردین به کندی کودتایی که میخواست بکنه، علتش این بود که میگفتش که شاه یه آدم فاسدیه و یه آدم خودکامهیه و ایران نیاز نداره که این همه ارتش داشته باشه، این همه تجهیزات داشته باشه، نیاز داره که مقداری در درون مملکتش ساخت و ساز بکنه که ملتش گرسنه و تشنه نباشه که بره دنبال کمونیست. یعنی حالا در یک چارچوبی دیدش دیده من زیاد منفی نبود، نمیگم درست بوده، خوب بوده، بد بوده، ولی در اون مقایسه. پرسش دوم ذهنم رفت. بله، همون خواه‌سالاری و باور، اینا واقعا باور دارن یا خودشون میدونن که دارن به مردم دروغ میگن؟ البته پاسخش مشکله، برای اینکه ما در درونشون نیستیم، ولی چیزی که مسلمه شما نگاه کنین که مردم در به وجود آوردن این توهم سهم بزرگی دارن. خمینی، من حتی دارم فکر میکنم شاید تا موقعی که وارد ایران نشده بود واقعا نمیخواست همه چی رو اینطوری نابود کنه و این همه دروغ بگه. من فکر میکنم شاید چیزی که باعث شد خمینی به قول خودمون میگیم امر بهش مشتبه بشه
این بود که بیشتر از 2 میلیون آدم رفت توی تهران پیشوازش، ماشینش رو بلند میکردن میبردن. آخه وقتی نمیدونم جان سربی، اگه شما برین توی یه دونه جلسه ای که 50 نفر آدمه و سخنرانی کنین، این 50 نفر برن شما واسن دست بزنن، هورا بکشن، خب شما احساس خوبی میکنین. حالا شما برید توی امجدیه برای 25,000 نفر صحبت کنی، این کارو بکنن، یواش یواش باورت میشه. حالا این بشه 2 میلیون نفر، خب شما فکر میکنین امام زمانی. و من میگم ما در شکل گرفتن توهم خمینی و توهم شاه نقش داشتیم. من اون تصویری که برای شما فرستادم از شاه، اونو شما به نمایش گذاشتید. خب شما به قیافه شاه، به اون ژستش نگاه کنید، واقعا تکبر از در و دیوار میباره. خب این بی خودی به وجود نیامده. این موقعی که ارتش بود میگه من سگ اعلیحضرتم، نخست وزیر میگه من غلام خانزاد. خب مسلمه اونم فکر میکنه علی آباد چیه. من ممنونم از شما دوستان عزیز. با آقای امیرحسین لادن بودیم. این عکسی رو که شما میگید قشنگتر از عکس خود شاه که به اصطلاح مظهر تکبر هست، ایستادن اونهایی هست که پشت سرش هستن و چجور حتی پشت سرش اینجوری با ترس و لرز وایستادن و به قول شما جنگ و دعوا بوده که کی نوکر غلام خانزاد حقیقی هست یا کی اول گفته کی دوم. از شما ممنونم. میدونم اونجا گرمه، امیدوارم بتونین این برنامه رو بیشتر داشته باشین. من این کتاب شما رو دارم میخونم ولی در خوندن خیلی تنبل هستم. امیدوارم کتاب گویای شما رو داشته باشیم که تو فاصله هایی که رانندگی میکنیم میریم میایم، این وقتی که من به عنوان وقت تلف شده میدونم، این وقت رو برای ما شما زنده کنید. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم و آخر هفته خوبی براتون آرزو کنم. سپاسگزارم. یه دونه باور هست که ما توی اندیشکده داریم، میخوام این بیشتر از 30 ثانیه طول نمیکشه، اینو براتون بخونم. بفرم. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم می کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. روزهای خوبی در پیش داشته باشیم. با امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. مرسی. خدا نگهدار. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، نظر داشته باشید، صحبت کنید و از اون مهمتر شما میتونید هر برنامه‌ای رو که تلویزیون مردم میبینید مورد انتقاد قرار بدید، سوال کنید، نظرات خودتون رو بگید. و خوشحالم که تاکنون هر کسی که در تلویزیون مردم بوده این به اصطلاح ایده رو قبول کرده که جوابگو باشن و فکر نکنن که اینها از طرف خدا اومدن و فقط به خدا پاسخ میدن. این هم برنامه امروز ما و ممنونم از دوستانی که به من تبریک گفتن و من هم به شما تبریک میگم، هم سال نو رو، هم اینکه امیدوارم سالی بهتر باشه، روزهای بهتری داشته باشیم و همه سالمتر، خوشحالتر باشیم. برای یه نفر نوشتم که امیدوارم همه انسانهای خوب امسال شاد باشن. گفت انسانهای بد چی؟ گفتم امیدوارم اونا هم خوب بشن. روز روزگارتون خوش. برنامه های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و بریم سراغ برنامه آقای حسن ارشاد، 172 قسمت برنامه ایشون. خدا نگهدار.